سلام، آه، چطور؟ این زیبا رو ببین، اینو ببین، موهاشم درست کرده. بگو کاچی چطوره؟ ببین کاچی ها، همین من الان اومدم پایین دیگه، گفتم بذار بیام یه جای نور باشه و اینا. و کاچی پشت پای من اومد دیگه، تق 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 اومد و نشستم پشت میز. یه دفعه دیدم نیستش، گفتم انا حالا اسمشو بیارم خوابش به هم میخوره. صداش کردم از این پشت من مبلمونه، سرشو آورد بالا. ای یعنی چی جان نگاه دلم، مگه کرد؟ نگاه کردی؟ کارم داری؟ گفتم نه نه بخوام. خیلی پایم به همین گوگونه. روبروی منه. و چقدر زندگی شماها بعد از اومدنش عوض شده؟ وای اصلا ببین، زندگیمون خیلی عوض شد، یه جور باور نکردنی. اصلا دلیل من اینکه خب قشنگ تغییرش رو دیدم. من خیلی آره خودم خیلی مخالف پت بودم، حالا من بچه دارم، بر من سخت تره، ولی به خیلی از کانتا میگم برین زندگی گلشید رو نگاه کنین، ببینید اصلا چقدر جای عشق خالی. عشق، من هر موجودی در دنیا قرار بودش که مختل کنه سفر رفتنهای منو، من باش دشمن می شدم. عزیزم، اصلا دلیل اینکه خب من به پت فکر کردم و فعلا بچه انداختن، حالا انداختیم عقب، معلوم نیست تا کی، تا ابد شاید، این بودش که ما راحت بتونیم سفر کنیم، هم یه کسی رو داشته باشیم. میدونیم مسئولیت یه موجودی رو پذیرفتن خیلی لذت خیلی بخشه. آره. گفتم خب پت خیلی دست و پامون رو نمیبنده. بعد جفتمون هم سگ میخواستیم. من همیشه از سگ میترسیدم، فوبیا داشتم، ولی عاشق سگ بودم. دیگه این پروسه خیلی طولانی بودش تا من ترسم و بذارم کنار، باهاش مقابله بکنم، پیدا باریکالله. کنیم که چه نژادی میخوایم. بعد خیلی برامون مهم بود که یه بریدر اتیکال پیدا بکنیم، پیدا کنیم. اما 1 سال و نیم تو صف بودیم، کرونا و اینا شد. کرونا کرونا خیلی که بود باعث که شد که اصلا آره اصلا سگ کمیاب بشه. خلاصه 1 سال و نیم ما تقریبا تو صف بودیم که این بریدره، این آقا کارتی رو به دنیا بیاره، یکی ای از سگا. جان دلم، آره خلاصه گرفتیم و اصلا من باورم نمیشه این حجم از عشق و آدم بتونه تو حالا تو پت میخواستی، جا تو بده. تکلیفت معلوم بود، پدرت چقدر برا من جالب بود واکنشاشون. آره ببین، پدر من اینجوری بودش که خب الان 2 ساله که پدر و مادر من گرین کارت گرفتن و میرن و بخشی از میرن. سال تو خونه ما هستن. اون موقعی که میخواستیم کارتش رو بگیریم دیگه نوبتمون شده و اینا، پدر و مادرم اینجا بودم. پدرم میگفت نه نکن. اصلا تا دم رفتن ما اینجوری بود مطمئنیم. بعد این بریدرم میگم چون خیلی اخلاقی و اینا کار میکنن، تا در شما عشق و نمیدیدن و اینا بهتون نمیدادن این سگ. نمیدادن. یعنی به ما گفته بودن تا چند ماه بعد از این هم که شما گرفتین و فکر کردین نمیخواین، باید به خودمون بدیم، چون ما باید بررسی بکنیم که به چه کسی مثلا این حیوان رو میدیم. آره بنابراین پدر من اینجوری بودش، کنسلش کن و اینا. ببین اومد اصلا عشق و انداخت تو دل هممون، آره انقدر دارم که میبینم، نازه. خیلی متفاوت شده، خیلی. آره ببین اصلا این، من خیلی موقع ها از کاچی یاد میگیرم. دیدی خیلی از مادر پدر ها میگن از از بچه ها بچه یاد هاشون دارم میگیرن. واقعا، هم همینه ها، تو از ببین اونی که واقعا بهش این کر عشق میدی یاد بی قید میگیری. و شرطی که میده، آره مثلا کاری خودشو نمیگیره، همیشه دوستت داره، هر بار که تو میایید خونه این برات ذوق میکنه، اصلا کاری نداره که ذوق غذا میخواست، مثلا یه چیزی میخواست بهش ندادی، یا الان رفتی بیرون با خودت نبردیش. خب ما خیلی عزیزم، کم این کارو میکنیم و خیلی روی غذاش حساسیم که هیچی جز غذای خودش نخوره. خب خیلی موقع ها بورا میفته تو خونه و این میخواد و ما بهش نمیدیم، ولی این اصلا انگار نه انگار که این اتفاق افتاده، همچین همیشه عاشقته و دوستت داره و همچین این رفتارش تو قلب آدم جا باز میکنه. آدم میبینه که چقدر عشق دادن واقعا به صورت متقابل تاثیر میذاره، یعنی تأثیر دیگه میذاره. چقدر تو بچه داری از این موره. بچه چیز یاد میگیری؟ آره عزیزم، عشق، عشق عزیزم، فقط ازش عشق. عشق یاد میگیریم. آره ببین خودتو، برای اگه بخوای از خودت بگی، که کسی که نیست که گلشید رو نشناسه، ولی احیانا اگه یک دو نفر بودن خوبی هم هستن نمیشناختنه، که نشناسن این چه حرفیه. آره گلشید کامان. حالا یه تعریف کن از خودت به ما، بگو کی هستی؟ خب این خیلی سوال خوبیه. من همیشه خودم رو اینجور معرفی میکنم، سالماز من گلشیدم، الان دیگه 13 ساله که با علی ازدواج کردم، اولین عشق زندگیم بوده و ما با هم دیگه ازدواج کردیم. عزیزم، الان دیگه 9 ساله که
موف کردیم سیاتل و واشنگتن زندگی میکنیم و من یه سگ دارم کاچی که عاشقشم، 2 سال کاچی اومده تو زندگیمون. دیگه الان میخواد گریه کنه. نه برای چی؟ 36 نه خوبه سالمه. که خیلی موقع ها باورم نمیشه که 36 سالم شد. یعنی میدونی چه موقع های باورم نمیشه؟ اینکه یادم میاد مثلا چقدر 36 برام عدد بزرگی بوده. بزرگی هیچ بود. وقت فکر نمیکردم 36 ساله باشم و همچنان هنوز 4-5 تا بچه نداشته باشم. یازده تا هیچم یازده تا ندارم. آره و خودم زندگی بعد از مهاجرت به نظرم جوریه که ما مهاجرا باید فکر کنیم 10 سال عقبتر از بقیه آدم ها هست، باریکالله آفرین. پس حتی اینم برای یکی از چیزاییه که ما باید راجب گلشید بدونیم. آره مهاجرت برای من 2 بار تو زندگی مهاجرت کردم. یه بار رفتی انگلیس. آره یه بار 17-18 سالم بود، همون موقع ها با علی تازه آشنا شده بودم و یه روابط هنوز خیلی نزدیکی نداشتیم و علی خارج از ایران زندگی میکرد. اون موقع انگلیس بود، منم پامو گذاشتم توی کفش که من باید برم. آره البته که وقتی رفتم علی دیگه از انگلیس رفته بود، ولی کلن میدونی من از 14-15 سالگی خودم رو در ایران نمیدیدم. یعنی مثلا اینجوری بودم که خارج، با اینکه توی فامیل ما، من تازه همون 14-15 سالگی یکی از فامیلامون مهاجرت کرد رفتش، ولی من هیچ وقت خودم رو توی ایران نمیدیدم. همیشه فکر میکردم، همیشه چشامو میبستم و فکر میکردم که من رفتم از ایران و یه چیز خیلی محالی بود میدونی. یعنی دیدی آره در یه میفهمم. سری چیزا بسته است توی بعضی از خانواده ها، یعنی یه چیز محالی بود تو خانواده ما فکر کردن و همچین چیزی. من یادم من مدرسه می اومدم و ماهواره مؤسسه های مهاجرتی رو که معرفی میکرد، من فسقل بچه زنگ می زدم چرا شما برای خانواده ای جان ده مام بابا خلاص. دست چی می کشیدن؟ ببین اینجوری بودن که سرش گرمه دیگه، حالا هر کسی یه جور سرش گرمه، اینم با تلفن سرش گرمه دیگه. عزیز خلاصه دلم. میگم یه چیز خیلی محالی بود و نشدنی، مخصوصا خب من اون موقع ها اینجوری بودم که شرایط مهاجرت خانوادگی رو میپرسیدم. منتها بعد دیدم مثلا مهاجرت خانوادگی اون موقع سرمایه گذاری بود، پولی میخواست که ما نداشتیم، کاری میخواست که ما نداشتیم. خلاصه رفتم تو کار این که تنهایی برم. حالا تو فکر کن من توی خانواده ایم که مثلا تو خونه هستیم هممون، یه دفعه مامانم نگرانمون میشه بیا تو اتاق بهمون سر میزنه، یا مثلا همیشه با سرویس برم مدرسه و بیام، هر کلاس برم بابام ببره دم کلاس وایسه بعد منو برگردونه. اصلا همچین چیزی که تنها بخوام برم جایی، حتی از خونه بیرون، حتی تا یه کلاس چه میتونم دکتر خیابون اونورتر، همچین چیزی تا همون 16-17 سالگی نه من، حتی برادرام هم وجود نداشتش. همیشه شام ما باید با هم میخوردیم. اصلا همچین چیزی من یادم نمیاد که شام یکی بوده باشه سر مثلا، خود بره بشینه غذاشو بخوره پاشه. اصلا همچون چیزی نبود. همیشه هر حالتی که داشتیم، غر بودیم آشتی بودیم، باید شام همگی سر سفره بودیم. یعنی حتی من برادر بزرگترم داشتم میدونست شام باید خونه باشه. بنابراین قوانین انقدر فرم و محکم بود راجع به حفظ حریم خانواده. ببین میدونی من بعدها که بهش فکر کردم، به این فکر کردم اصلا چیزی نبود که فکر کنیم غیر از این امکانی وجود داره میدونی. یعنی حتی اون موقع درسته. بهش فکر نمیکردیم که قانونه، به این فکر میکردیم که همینه میدونی. مثلا اینجوری نبودش که من بخوام برای کسی توضیح بدم قانون خونه ما اینه، همین بود. انگار که عادت کرده بودیم و داشتیم همینطور زندگی همجور میکردیم. زندگی حالا فکر میکنم. کن تو همچین شرایطی یه دفعه ای فکر مهاجرت میاد تو سر من و یه اینکه دفعه ای هم میفهمم نمیاد دیگه، تو تا اصلا تو کلت دیگه، اصلا نمیدونی کلمه. رشد آره میکنه. یادم یه بار مثلا یه عروسی خیلی دوری رفتیم و یه خانواده ای رو باهاشون آشنا شدیم و خلاصه حرف میشه مثلا از خانواده میپرسن، یکی از فاملای دورمونم داشت میگفت آره فلانیا اینا و اینا، یه دخترشون هم گذاشته رفته، کاری هم نداشته که مثلا پدر و مامان باباش چی میشن؟ میمونن و اینا. آره خلاصه وای وای وای، حالا هر کی گام هم همجه تو کلته. وای وای وای. خیلی قدیمیه این خاطره، خیلی گنگه
توی ذهن من، اصلا حتی یادم نیستش که چه جمعی بود. ببین خود داستانه تو ذهنمه آره که من آره رفتم تو رویای زندگی اونی که الان خارجه، میدونی؟ عزیز، آره بدون فکر کردن به عواقب و کانسکونس هایی که داره میکشه. آره نه نه داشتم فکر میکردم که اون داره زندگیشو میکنه، ولی خب حالا دیگه، حالا راجبش دارن این حرفا رو هم میگن، مهم نیست. آره و هیچ وقت سفر خارجی ما نرفته بودیم. یعنی تو فکر کن روزی که من دیگه پامو کردم توی کفش که من باید برم و دیگه از جاهای خیلی معقولم شروع کردم دیگه، مثلا برم ترکیه و بعد نه قبرس و بعد دیگه بابام نه اینجاها، نمیدونی اون موقع هنوز خیلی جا نیفتاده بود. اصلا نیفتاده آره اصلا. و من حتی احساس میکنم که میخواستن هر چیز رو خیلی سختتر جلوه بدن که رفتنده نشدنی تر تو بشه. نگرت دارن دیگه. آره آره دختر خاله و پسر خاله تازه مهاجرت کرده بودن انگلیس دیگه، بابام گفت خب حداقل میخوای بری برو یه جایی که اونا باشن. ولی همه اینا صحبتش بر اساس این بود که من برم دهنم سرویس شه برگردم، یا من برگردم، میخواستن حال جا بیاد بعد. آره یا اینقدر قضیه رو دراماتیک کنن تا رفتنه که مثلا دیگه آدم بگه که وای نمیخوام برم، این دوری رو کی تحمل میکنه. آره عزیز دلم، دیگه خلاصه برای یه دوره 4-5 ماهه یه دوره ثبت نام کردم که بشه ویزا گرفت و دیگه همان شد که همان شد. همون شدم که همون شد که من برگشتم بعد 2 سال خورده ایش به ایران. یعنی مجبور شدم، یعنی میگم مسئله هیچ وقت پلن خانواده ای نبود که من میرم، پلن خانواده این بود که میره و مثلا بعد میگرده، مگه میتونه این بچه نازک نارنجی. من رفتم، داشتیم میرفتیم فرودگاه، خب همه اون موقع همه فامیل میومدن، همه فامیل ما آره دیگه همون نزدیکا همگی با هم فرود. اتوبوس و آره ما فامیل ما خیلی کوچولوه. بعد دیگه ولی همشون لطف کردن، زحمت کشیدن اومدن و دیگه رفتیم فرودگاه و خب خیلی سخت بود توی فرودگاه، داری میری یه جایی که اصلا نمیدونی چه خبره. البته اینم بگم من خودم سال قبلش که بازم پامو کرده بودم توی کفش، یه بار یه سفر 20 روزه رفتم پیش خالم، اینا دختر خاله و پسر خالم. دستت اومد اوضاع چه خبره؟ آره اصلا دیگه مطمئن تر شدم. بعد دیگه هیچی، همونجا هم بودش که با علی آشنا شدم که دیگه بعدش، که دیگه سال بعدش داشتم رفتم، علی دیگه رفته بود کانادا. هیچی من رفتم و توی این فاصله هم که من اومدم ایران، علی هم اومده بود ایران که دیگه با هم دوست شدیم و قضیه جدی شد. حالا هیچ وقت فکر کنم اینا رو انقدر واضح تو صفحه هم نگفتم. ببین یعنی تو علی رو تو انگلیس شناختی؟ تو انگلیس؟ آره آره دوست مشترک داشتیم. چقدر ببین چه کار دنیا جالبه. آره همون 20 روزی که رفته بودم سفر و اینا همون دفعه اول با هم چت و اینا میکردیم، ولی خب با روی یاهو مسنجر. آره آره من دقیقا یه دوستی داشتم، چقدر حرف تو حرف شد سلماز، ولی آره. یه دوستی داشتم که کلاس سبا میرفتم، اون رفت انگلیس. یه روزی اومد گفت من فردا دارم میرم انگلیس. من فوریش مامانش رو گرفتم و بده فلان و بده زنگ بزنم میدم شماره خونه مادر بزرگش رو داد، نمیدونم یه جایی رو داد اونجا توی انگلیس و داشتم پناهندگی هم میرفتن. به خاطر همین مثلا تا لحظه آخر نگفته بود و اینا، مثلا نمیدونم دقیقا کیسشون چی بود. بعد یادمه مثلا رفتم کارت تلفن خریدم، یه کارسای تلفنی بود و زنگ میزدم مثلا نبود اونجا، هی دوباره زنگ میزدم حالا شما و من ارتباطمو با این حفظ کردم. بعد یا مسنجر اومد، بعد با هم دیگه حفظ کردیم، راحت تر این شد. ارتباط موندش و علی با این دختر با همدیگه توی انگلیس ای لول میخوندن. یعنی ای لول خب یه خدا تو از طریق اون دختر با علی آشنا. آره بعد من به این گفتم که من میخوام مهاجرت کنم انگلیس، حالا نمیدونم انگلیس برم کانادا برم چه جوریه شرایطش چطوره. از این پرسیدم، گفت من یکی هم کلاسی داشتم که اتفاقا انگلیس بود، حالا از مگیل پذیرش گرفته داره میره کانادا، میخوای با اون صحبت کنی؟ خلاصه این بود داستان. آره من موندم متحیر. آره از کار دنیا. خب برای اینکه خیلی از حالت میخوام سوال کنم، یه ذره فست فوروارد کنیم. 2 سال رفت انگلیس موندی، بعد برگشت ایران.
و تو ایران یه کاری کردی که من خیلی هر وقت بهت فکر میکنم بهت خیلی افتخار میکنم، راجب اون کار صحبت کن. آره نش، ببین من موقعی که برگشتم، یعنی در واقع اینجور بود که بابای من هر سال من کنکور ثبت نام میکرد. بعد یه بار که اومدم ایران، اتفاقا شمالم بودم، بابام زنگ زد که گفت امروز کنکور داری ساعت 4 بعد از ظهر. همچین هم خیلی ملو کنکور منو ثبت نام میکرد، مثلا کنکور زبان ثبت نام کرده بود، برای دانشگاه آزاد بود و ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشد فکر میکنم کنکور، به ظهر شروع میشد. میخواسته تو یه دانشگاهی بری تو ایران دیگه. آره پروازت که فلان موقع است داری برمیگردی انگلیس، کنکور رو بده. حالا همچین انقدرم ناز نمیگفتم، اینجوری بود که دیگه میام و داری میری، حالا ببینیم چی میشه. من کنکور رو دادم و رفتم انگلیس و اونجا بابام تازه مثلا فکر کن یه دو هفته سه هفته هم گذشته بود از دانشگاه که زنگ زد قبول شدی و بیا. حالا کاری ندارم چی شد، برگشتیم و اینا. ببین من متوجه شدم که واقعا با این که آدمی بودم که خیلی برام آرزوهام مهم بود و اینا، ولی واقعا دیدم که چقدر پدر مادرم اذیتن، یعنی با اینکه من اونجا توی انگلیس کار میکنم، با اینکه مستقل شدم، با اینکه دارم زندگیمو میچرخونم، ولی یه نگرانی همیشه توی اینا هست. من میدونستم که خب حالا بذار برم یه درسی بخونم، یه مقدار پیششون باشم و بعد دوباره برمیگردم میام. حالا قراره با علی هستم دیگه، یعنی مثلا داستانم پشت دلت هم پشت دلت هم سفت و محکم بود که بالاخره با علی هم داری برنامه‌هاتو پیش می‌بری. و علی چقدر دوست داشت من برگردم، خودش رفته بود آمریکا دیگه، ولی اینجوری بودش که تو پیش مامان بابات باش من خیالم خیلی. دیدم جم همچین چیزی میخواد و یه موقعهایی دیدی دیگه اینجوری که بابا من بذار یه ذرم خسته شدم از این همه جنگ، تکلیفم هم که مشخصه، بذار برم ایران. برگشتم به ایران و رفتم به دانشگاه، خب یه مقدار استقلال پیدا کرده بودم نسبت قبلی که فقط مثلا بچه مرسایی بودم و خونه مامان بابام بودم، خب یه ذره فانتر بود دیگه داستان. آره. سال دوم دانشگاه هم که بودم دیگه، ادبیات فرانسه خوندم من ایران، سال دوم دانشگاه هم که بودم دیگه سال دوم سوم بودی میخواستم ازدواج کردم. بعد همون موقع ازدواج کردی تن من موره، چون الان شد 13 سال، نه تازه سالگردتونه. آره 13 سال پیش، 13 سال پیش، دو سه روز قبل. نه دو سه روز قبل ما 15 مرداد عکسارو دیر گذاشتم روی اینستاگرام. عکسارو دیر گذاشتی؟ آره 15 مرداد ازدواج کردی. آره بعد هیچی میشه فکر کنم 15 مرداد ساعت 3 بعد از ظهر، 3 ربع کم دایجا ناپلون دیدی؟ یادم خیلی خوشحال بودم عزیز دلم. آره و خب به خاطر اینکه بلافاصله بعد از اینکه عقدم میکردیم علی بعد برمیگشت آمریکا، خیلی کوچیک گرفتیم، یعنی فقط خانواده من بودن و خانواده نزدیک، مادر پدر من و برادرام و مامان و بابای علی. به خاطر اینکه واقعا دوری دیگه خیلی فرسایشی شده بود، همه زمانایی که انگلیس بودم و ایران بودم من و علی هم دور بودیم، ما 5.5 سال رابطه لانگ دیستنس داشتیم. خیلی کار سختی. آره خیلی خیلی. توصیه نمی‌کنی؟ می‌کنی؟ ببین یه موقع هایی که با علی میشینیم فکر میکنیم اینجوریم که خب ما خیلی لحظاتی که میتونستیم فان داشتی باشیم، یا یعنی مثلا دوستامون با دوست دختر دوست پسراشون بودن ما تنها بودیم، میدونی. و خب ولی اگه آپشنش باشه که آدم ها نزدیکتر باشن، تو توصیه میکنی این همه طولانی مدت دور بودن؟ اصلا نمیشه هیچ توصیه کرد به نظرم، به خاطر که کوچکترین فاکتور تو هر آدمی میتونه کل رابطه رو متفاوت بکنه. بنابراین خیلی بسته به سن، شرایط، خود رفتار آدم هاست، روحیه شونه. برای خودم خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد. بعد آره یه موقعی هم شیطونی میکردم، مثلا سعی میزنم گفتم علی من الان دارم میرم ایران زمین دور دور خدافظ. چی گفتی شیطونی میکردم؟ انگار چیکار میکرده عزیزم؟ در همین حد دیگه، در همین حد واسه اون زمان خیلی خیلی زیاد بود، به نظرم مقدار خوبی بود.
داریم راجع به 14 15 سال پیش پیش صحبت صحبت میکنم. نه میکنیم. ازم برای اون موقع مقدار خیلی کمی بوده. آره خب آره من خیلی بچه مثبت بودم آی خیلی. نو یعنی هنوز هم مثلا هستی، هنوز هم هستی. آره ببین مثلا یه سری چیزها رو میدونستم ربطی به مامان بابام نداره، مثلا خودم هم نمیدونم تصمیمشو خودم میگیرم، مسئولیتش هم خودم میپذیرم و بعدش حس قربانی بازی در نمیارم. یه سری چیزا هم گفتم بابا دیگه دوست ندارم بچهشون این کارو بکنه. مثلا اگه مامان بابای من خیلی اوکی نبودن که من الکل بخورم، من تا زمانی که ازدواج نکردم مثلا اینجوری بودم بابا حال نمیکنن دیگه، مثلا منم دلم نمیخواد که اینا اذیت بشن. نه اینکه حالا مسئله جدی باشه، ولی واقعا بهشون به این فکر میکردم. یا مثلا اگه خارج از ایران بودم، انگلیس بودم، میدونستم مامان بابای من نسبت به شب بیرون بودن حساسن، با اینکه نمیتونستن منو چک کنترلت بکنن، کنن. ولی مثلا من خودم اینجوری بودم فایل که ببینم کردن. من این اعتمادو کردن، من اومدم خوشحالم نیستم، من باید این ساعت خونه باشم. میدونی آفرین آفرین. مثلا اینه که همکار خودم رو میکردم، هم تا درجه میرفتم که مجبور نشم حس قربانی شدن در بیارم. یعنی یه موقعی فهمیدم ببین زندگی خودمه، یعنی هی بگم این باعث شد من این کارا نکنم، اون باعث شد اینجا ببین چقدر بمونم. زود فهمیدی، خیلی زود فهمیدی. یعنی من آره دارم به نسبت خیلی های دیگه بهت میگم. کلن اینجوری هم، یعنی واقعا همین الانشم هر کسی که پت داشته باشه ازش بپرسی میگه واقعا یک درجه از وابستگی واسه آدم میاره، مثلا برای ما که تنهاییم و یه پت داشته. اینم مدام داره بهمون عشق میده. مثلا یه موقعی میگم بریم سفر، علی میگه که نه آخه کاچ رو چی کار کنیم، میگم علی من دوست دارم همیشه عاشق کاچی باشم، اگه فکر کنم که الان بیشتر سفر رو میخوام تا عشق کاچی رو، آفرین باریکالله، احساس خوبی دهم دست نمیده که فکر کنم به خاطر این نمیرم. حالا کلن اینجوری بودم دیگه. دمت گرم، خیلی کار بزرگی بابا. اصلا اینا لوکی هم میری، همچون از خود تعریف میداری، تعریف میکنی چیزا رو، خیلی داری لوکی میری، ولی اینا همه چیزای اچیومنت های بزرگه. آره بهش میگن ایموشنال مچوریتی جاست سو یو نو. وقتی ایران بودم و میخواستم مهاجرت بکنم، جنگ های بسیار زیادی با پدر و مادرم داشتم. میگم تو راه که اونجوری گریه میکردم اینجوری بودم، من باید این قضیه رو فیصله بدم، من تا زمانی که ایرانم خوشحال نیستم و تا زمانی که ایرانم نمیتونم با اینا روابط خوبی داشته باشم، بهتر الان ناراحتشون کنم، ببین حالا پشیمون میشم برمیگردم. موقعی هم که برگشتم موقعی بودش که واقعا فکر کردم الان برام مهمه که اینا با ازم خوشحال بشن. باری کرد. حالا به من بگو توی ایران چیکار کردی؟ آره توی ایران خب من توی لندن یه دوره های مقدماتی طراحی لباس و اینا رو گذروندم و تو ایران هم میرفتم دانشگاه ادبیات فرانسه میخوندم. راستش رو بخوای خیلی اولش با شوق شروع کردم، یه تو دانشگاه به هم خوش میگذشت، ولی نمیتونستم آینده خودم رو در زبان فرانسه ببینم. میدونستم که یادگیریش بسیار مهمه، یادگیری هر زبانی خیلی خوبه، ولی ببین به نظر من از یه سنی به بعد یادگیری زبان یه مقدار استعدادم میخواد، یه مقدار مثلا درست دیگه نالج میشه، علم میشه دیگه، اون استعدادی که اون بچگی که راحت یاد میگیری نیستش. من در خودم نمیدیدم که مثلا با زبان فرانسه رو بخوام به این سختی یاد بگیرم و باهاش زندگی بچرخونم، به عنوان یه چیز میدیدم که خوبه که بلد باشم. آخه خیلی هم زبونه آسونی نیست، چون منم خوندم برای که بیام کانادا، اونم اضافه در کنارش خوندم کار حساس فیلی. آره زبونه آسونی ولی خیلی شیرینه. شیرینه فرانسه بوده مثلا ملت صحبت میکردن. بعد تو میتونی الان صحبت کنی یا یادت رفت؟ نه الان که خیلی گذشته، الان یکی از فرانسه صحبت کنه متوجه میشم به چه زبونی داره صحبت. آره امپو میفهمی، امپو بیشتر از اون نمیفهمی. من ساله که ازدواج کردم چیز کردم، گفتم من میخوام رها کنم، نمیخوام ادامه بدم. کلن یه تخصص بسیار خوبی در رها کردن دارم، نمیتونم فعلم کن دیگه دیگه به خدا من هر چیزی رو احساس کنم که توش نیست، نمیتونم خوشحال باشم و ول میکنم، یعنی اصلا به این چیزا اعتقاد ندارم. نه من مجبورم الان یه چیزی رو بگم، من الان باید یه چیزی بگم. تو تخصص خاصی در رها کردن هر چیزی نداری، در رها کردن چیزایی که سروت نمی کنن و به دردت نمی خورن. آفرین. آره. تو خیلی بد گفتی. نه تخصص دارم توی رها کردن چیزایی که خوشحالم نمی کنه. باریکلا.
همیشه نمیفهمیدم چرا به کسی که یه چیزی که دوست نداره رو ادامه میدن ادامه میده کردیت میدن، میدونی چی میگم؟ یه موقع هایی هستش که تو میخوای سروایف کنی، یه چیزی رو دوستم نداری ولی تنها راهیه که میتونی باهاش درآمد داشته، ولی همیشه یه ذره فکر کنی، نقطه ها رو بذاری کنار هم، میبینی این تنها نیست، چیزی رو پیدا میکنی که بتونی یه ذره بیشتر دوستش داشته باشی و باهاش انجام بدی. خلاصه من اومدم شانس آوردم در اون لحظه که دوباره مامان بابای خودم و بابای علی خودش نظری نداشت، اون میدونست من چجوریم، اینجوری بودن که نه لیسانس تو بگیر. میگفتم نه من میخوام بیام آمریکا از اول شروع بکنم. خب وقتی واویلا دیگه پرونده آمریکا مو شروع کرده بودم دیگه، باز میخواسته بیاد از سر شروع کن. آره گفتم میخوام بیام از اول شروع کنم. اینا گفت نه خب تو بیا از اینجا از فوق شروع بکن. از آمریکا خبر نداشتم. گفتم آخه ادبیات فرانسه اون چیزی که من میخوام بخونم فوق، میگفتن نمیشه. خلاصه با چه درد سری من اون دو سال آخر رفتم دانشگاه. یعنی سلماز خودش یه داستان بزرگی داره. اون اسمش میزریه دیگه، اون اسمش آره. رنجه. من رنج. واقعا نمیرفتم دیگه. یعنی الان هیچ کسی رو، مثلا بعضی از بچه‌ها میگن که ما تو رو از دانشگاه میشناسیم، من هیچ کیو نمیشناسم. چون مثلا ترمی سه جلسه میرفتم سر کلاس و بعدش آخر ترم دنبال استاد، به خدا من شوهر دارم مثلا نمیذاره من درس بخونم. آره خب خلاص همون موقع ها بودش که به فکر افتادم که اون درس نیمچه درسی که تو انگلیس خونده بودم، مبانی طراحی لباس و اینا رو، خب نصفه ول شد اکچولی، بیام پیاده بکنم. اینجا علی خیلی به من کمک کرد. مثلا اینجوری بودم که فلان دوره برم این کارو بکنم این کارو بکنم، گفت ببین تو خیلی سلیقت خوبه، طراحیایی که میکنی خیلی خوبه. چون خودم توی ایران که بودم هر لباسی میخواستم بپوشم با یه خیاطی در ارتباط بودم، میگفتم خودم طرحو میدادم، میگفتم اینو برام بدوز. میگفت کاری نداری که تو برو مثلا 10 تا لباسی که دوست داری خودت داشته باشی رو بدوز. ببین من دقیقا همینجوری شروع کردم، اگه کسی نخرید مال خودت دیگه. همین جوری من دقیقا شروع کردم مزون نژو که واقعا خیلی بزرگ شد و واقعا آره خیلی مزون بزرگی بود. پنجتای اول تهران نه ایران بود، یعنی من سفارش های بسیار بزرگ از شهرهای بزرگ، از شهرهای مثل اصفهان و شیراز میگرفتم که اونجاها هم طرحام فروش بره. خلاصه از همین شروع کردم با یه خیاط کار کردن، عکس انداختن. اون موقع های مجله بود پیک برتر، وای آره آره ببین اولین سری که من شو گذاشتم یادم خونه مامان علی شو رو گذاشتم و انقدر کسی نیومد، صبح به صبح میرفتم یه بسته شیرینی دامارکی میخریدم و تا آخر آره یه دسته گل نرگس هم میگرفتم میذاشتم. هیچی، تنها کاری که میکردم اینا رو میذاشتم و یه ذره اونجا رو منظم میکردم. اما بای علی هم آمریکا بودن نبودن دیگه، خودم اونجا بودم، گاهی مامانم میومد کمکم، علی کمک میکرد، بعد میرفتم شومینه روشن میکردم، دمش میخوابیدم ای جان دلم کاری تموم شه و بیام. خلاصه کم کم دیگه یه ذره به آشناها گفتیم و وای آه کار با آشنا خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. بعد آشناها می اومدن و زحمت می کشیدن می اومدن. واقعا اگر یه مانتوی بر من در اومده بود اون موقع 400 هزار تومن، در نهایت 200 هزار تومن می فروختمش به آشنا با کلی مثلا اینکه منتو چم اسمشو منت بذارم، بالاخره اونا داشتن یه پولی میدادن دیگه، یه چیز خوبی میخواستن. نه 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 تو منت میکشیدی. آره دیگه آره، تو رو خدا این کار منو ببری. آفرین. حال تو رو خدا نبودم، ولی اولین، من هیچ وقت فروشنده خوبی نبودم. خب اصلا یعنی اولین کاری هم که کردم به درآمد رسیدم فروشنده گرفتم. من اینجوریم، این بد نمیاد، نه بابا این خوب نیست، مثلا نمیتونم این کارو بکنم. ولی یادمه که مثلا به هم گفتن چنده، ببین تمام
بدنم نقطه به نقطه بدنم داغ میشد، نمیتونستم بگم که چنده، اصلا نمیتونستم. یعنی و خیلی جالبه وقتی که تو کار خودتو میزنی از نقطه اول بسم الله شو تیکشی و آپوز کشی و دیزاین و نمیتونم مارکتینگ و فروش و آپوز کشی رو خیلی خوب اومدی. اینا همه باهاته. بعد هیچی دیگه، خلاصه من کلی تحقیقات کرده بودم که دستم بیاد مارکت چی میخواد، ملت چی میخوان، کدوم، یعنی کلی تحقیق کرده بودم مزونایی که وجود دارن کدومشون خوب میفروشن کدومشون نمیفروشن و مارکت خودم رو درآورده بودم که با کی میخوام، چون بیزینس رو میدونستم، چون تو انگلیس خیلی تو بیزینس های مختلف کار کردم به عنوان فروش فروشنده. میدونید خارج از ایران اینجوری نیست که بری به یکی بگی بدو بیا بخر، فقط آره نشونه. دقیقا. آره به عنوان سلز اسیستنت خیلی کار کرده بودم خارج از ایران، بیزینس دستم اومده بود، یعنی همش سرک میکشیدم که چه خبره، یا مثلا تو استورای کوچیک که کار میکردم ببینم که چجوری بیشتر سود میکنن و اینا، تجربه خیلی خوب دستم اومده بود چه خبره. بنابراین همه اینا رو انجام داده بودم، ولی خب با تبلیغاتی که اون موقع تو اون مجله و اینا کردیم نشد، آشناها اومدن. و ببین مثلا اگر یکی یه مانتوی میخرید، من چون خیاط نداشتم، یعنی بعد میبردم مثلا 4 تا خیابون اونورتر، میگفت اینجاش خرابه، خب منم که خودم خبره نبودم تو خیاطی، با اینکه کلاس خیاطی هم رفته بودم، در حد این بودم که بتونم الگو در بیارم، طرح بزنم، آره. ببرم اونجا دوباره بیارم، دوباره اینو ازش بخوام یه بار دیگه بیاد دوباره بپوشه، دوباره بگه اینجاش بده، آخرم با نارضایتی ببره. دقیقا حالا الان سلماس کار من UX، تجربه بهتر برای ساختن برای مشتریه. اون موقع نشستم فکر کردم که من چجوری میتونم این مسیر رو راحت تر بکنم. آفرین، یعنی دوباره پرابلم سالوینگ رفتی آفرین. جلو جلو و با اینکه اصلا نه بودجه داشتم نه پول داشتم هیچی، فهمیدم آقا من باید خیاطو همینجا داشته باشم، من یه خیاط فول تایم استخدام بکنم. و کلا خیاط با اینکه هنوز مشتری زیادی هم نداشتم، همین به این بودش که فیسبوک اومد. ببین فیسبوک اون موقع خیلی هنوز فیلترش نکرده بودن، یه پیجایی بودن توش تبلیغات میدادن و من متوجه شدم میتونم این کارو بکنم. رفت شروع کردم ریسورسفول یا عکاسیای خوب کردن از کارهایی که طراحی میکردم، خیاط آوردم، عکاسیای خوب کردم. و سلماز اینجا من بزرگترین ریسک رو کردم که اگه با یه چیزی بخوام تو زندگیم افتخار بکنم اینه. همون ریسکه چیکار کردی؟ نه حالا جدا از اون، پول نداشتم، قرض گرفتم از این و اون، و اون موقع با خودم فکر کردم که الان اطرافیان من خیلی راضی نیستن من این کارو بکنم، پدرم مادرم اینا خب راضی نیستن من این، بگن تو داری میری آمریکا 4 ماه دیگه کار درست شده میری آمریکا. هر چیم پول خودم داشتم گذاشتم تو کار، یعنی اینجوری بودش که خونه که من علی تو ایران زندگی میکردیم، علی هم اومد ایران تو کار من درست شد با هم بریم، خونه که ما تو زندگی میکردیم یه دونه قاشق من نخریدم، هر که هر چی داشت نمیخواست من اونا رو گرفتم که قرار است 2 ماه 3 ماه من اینجا زندگی بکنم. آخر سر شد چقدر شد؟ 3 سال و نیم، یعنی 3 سال و نیم یادمه که مثلا قوریم درش شکست، 3 سال من کاسه میذاشتم در قوری. این هر قرونی که داشتم واسه این کار خرج کردم، حالا بعدش سیف کردم. و اون موقع چون همه اینجوری بودن بابا میخوای بری و چه کاریه و فلان و اینا، گفتم بذار من هر کسی رو که میتونم ازش پول قرض بگیرم، ریشگه رو بذارم پول قرض بگیرم، اگر من اینجوری بگم اگر من موفق نشدم اون موقع که بابام بلم نمی کنه دیگه، مثلا میاد میده پول اینا رو، مثلا یا خودمون متواری میشیم. میگم که متواری میشیم. نه بابا اصلا اون یه لحظه هم تو ذهنم نمیاد، دارم اذیتت میکنم که تا یه حدی که بدونم اونقدر نیستش که مثلا میدونی حواسم هم بود که خیلی خرج نکنم، آره بابا حیات باشه، انقل لباس باشه، حالا هر جوری شده اونو بتونم بفروشم، یه مدل دیگه، یه راه دیگه برم ببینم که چه راهی جواب میده. روزی که عکاسی ها رو کردیم، حیات آورده بودم، تبلیغات رو تو فیسبوک گذاشتیم، من زمستون کارم رو شروع کردم که گفتم شومونه میذاشتم و میخوابیدم دیگه، داشت برای عید میشد
این راه حلا رو باهاش متوجه شدم و یاد گرفتم و پروسرم یه ذره که نخیلی واسه خودم آسون تر کردم. یادم بهترین خیاط رو گرفتم، حتی یعنی یادمه که اون خیاطی که میخواستم گفت آخه من دارم فلانجا کار میکنم، اینقدر از حقوقم و آخر ماه بهم میدن. گفتم تو ببین اگر میتونی بیای، حالا نمیخوام یکی هم دستشو بذاری تو حنا و بیای، ولی اگر فکر میکنی که مثلا میتونی بیای من حقوقت هم میدم اگر اون نداد این نصف ماه تو. واو، دمت گرم. آره That's a big risk. آره خیلی ریسک بزرگی کردم. میدونی اینجوری بودم که ببینم جواب میده یا نمیده. خلاصه تبلیغات، اصلا باورم نمیشه دارم اینا رو میگم، هیچ وقت نگفته بودم. آره خیلی قصه جذابه. پلن بذارم اینا رو یه باری، الان 9 سال طول کشیده اینا رو توی اینستاگرام. خب بعدم ویدیوشو بهت میدم، خودم استفاده کن. آره خلاصه ببین این تبلیغاتو که تو فیسبوک گذاشتیم تلفن من قطع نمیشد. زنگ زنگ زنگ. عکاسی خوبم کرده بودی؟ عکاسی به نسبت اون موقع خودم هم خوب کرده بودم. خلاصه زنگ و بعد باورمون نمیشد، میگفتیم امکان نداره که روزی که شو شروع میشه این همه آدم بیا. یه جای کوچیکی هم درست کردیم، کوچیک در حد اینکه مثلا 4 تا آدم توش میتونن جوشه. صف شد روزش شو، صف شد تنم موره ها، یعنی آره. همه دست و پا موشه مورموره. خیلی جالب بود، خیلی تجربه خوبی بودش. منم آخه ببین تو داری دوباره زیست این شادی رو، این اچیومنت رو میکنی. آره واقعا قشنگ زندگیش کن، نفس عمیق بکش، حالش رو ببر. واقعا الان دارم فکر میکنم چقدر خوبه آدم، خیلی این موقع ها این چیزا تو ذهنم میاد و این کارا. و راستش رو بخوام من فکر کنم راجع مهاجرت همین آمریکا قراره الان باهات صحبت بکنم. می‌خواستی صحبت کنی ولی به اینجا هم رسیدیم. تو میگی کار ایرانت بگو. آخه برای من کار ایرانت الان که داری میگی ریلیتد، میگم همین چند دفعه که ازت شنیدم تو پیج واقعا به این نچستم که اون موقع بابا گوشید مثل حالا نبود، خیلی سخت‌تر بود این کارا. آره اصلا اینقدر ریسورس نبود، اینقدر راه نبود که تو چجوری میتونی یه بیزینس رو. بعد تو اصلا همون الان که فکر میکنم یه عالم بیزینس وجود داره و هنوز تارگت مارکتشون رو نمیشناسن، اینجوری هم که مثل این که اون موقع من کار مهم میکردم. چون یادمه که مثلا من متوجه شدم که مهمونی ها اون زمان تازه اولش بود که از خونه ها رفته بود تو رستورانا، فهمیدم که مانتو لباس شبه الان و شروع کردم با ابریشم کار کردن. و یادمه که تمام مدلایی که اون زمان بودش اینجوری بودش که همه باز بود و حالت نخی بود و خیلی هم مدلای خوشگلی بود، ولی من رفتم تو کار ابریشم و رفتم گشتم بهترین خیاط رو پیدا کنم که بتونه آستین ابریشم در بیاره جوری که مانتو هم دکمه داشته باشه و واو. مثلا یه لباس بمونه و این لباس شب میشد. یعنی چیزی نبود که خودم تارگتش باشم، میدونی؟ آره اصلا میفهمم. خلیقه خودم نبود، ولی متوجه شدم این نیازه الان. باریکالله. بگو از اون روز، بگو از اون لحظه زیبا، بگو که آدم ها خط کشیدن جلو، صف کشیدن جلو درمون. ببین یکی از چیزایی که هر بیزینس با بتونه انجام بده اینه که بتونه اسکیل کنه. خب من با یه خیاط همچین چیزی رو اصلا پیش بینی نکرده بودم. من فکر کردم حالا تا شب عیدم بوده دیگه، شب عید مثلا حالا با 40 تا میفروشیم، فکر نمیتونم مثلا 400 تا سفارش بگیرم. خلاصه من دویدم، یعنی رفتم پاساش میری تو تجریش این ور اون ور دنبال خیاط. یعنی به این خیاطی که داشتم گفتم من و تو رو الگو کار میکنیم، الگو میزنیم، باید چون میدونی الگو مهمه و اینا دیگه، بعدش که میخوای بدوزی مهمه که کسی باشه که فرز باشه و بلد باشه و آره. ببین در به در من اینجوری نبودم که حالا سفارش نمیگیرم، گفتم من باید همه اینا رو بگیرم. بعد هیچی براشون جا درست کردیم برای همه خیاطا اون موقع، یه قسمتی از یه خونه رو و غذا، ناهار، شام، همه چی کافی به اینا میدادیم که اینا آماده بکنن. و گفتم الان به هر کسی بگم نه آماده نیست این دیگه دفعه بعد بر نمیگرده دوباره و تازه میشه منفی دیگه. آره میگفتم دیگه یه جوریه که میگه خب
من چرا اینا ندارن که من الان Exactly. سریع یه کاری رو میخوام. و همین شب عید و این فشار کاری منو برد به سمتی که من یک از پارچه فروشی ها دیگه بیشتر پارچه داشتم، یعنی دیگه مثلا اینجوری شده بود که کار من با پارچه فروشی ها اینجوری بودش که 9 شب که میبستم من تازه میرفتم تو مغازه، اولین بارایی که بارا بارا رو خودم باز میکردم. عزیزم آره چه دیگه خلاصه. و اینکه جالب. اگر کسی صبح میومد سفارش میداد، سفارش مثلا کتوغ قشنگ میومد سفارش، ما 4 ساعت بعد براش آماده میکردیم، خدا میبردیمش اتاق پارچه، طرح انتخاب میکرد، میگفت اینجا شو میخوام این قسمت تغییر بده. منم دیگه طراحی لباس میدونستم دیگه، مثلا گفتم بالا تنت اینجوریه، اینقدر این رنگ بد نمیاد، پایین تنت اینجوری، تغییر میدادیم. و خب اگر که کارگاه خالی بود دیگه مثلا 10 تا خیاط بود، فروشنده بود، با پارچه فروشی ها همه جا کار میکردم. اون موقع اصلا سیستم اینجوری نبود عکس برات بفرستن رو واتساپ اینو میخوای نه، ولی ما این سیستم رو راه انداختیم. بارکلا. خلاصه و آره گرفت خیلی خوب کارت بود، و آره کارت خیلی خوب بود گرفت. و یادمه که حتی همون شب عید که اولی بار بود و اینا، یادمه یه بار تلفنم زنگ خورد، دیگه مثلا 3 روز مونده بود به عید و همچین چیزایی خیلی برام نو و جدید بود. تازه مثلا 1 ماه بود فهمیده بودم مثل اینکه طرحها قشنگه، آدم ها انقدر میخوان و اینا. یادم 3-4 روز مونده بود به عید، یه بار یکی زنگ زد گفتش که من خانومم رو بهش گفتین دیگه وقت نمیکنه مثلا براش بدوزین، من خواستم خودم ازتون خواهش کنم چیز کنین اینو بدوزین، خواهش دستیدم. میکنم فلان اینو، من میخوام شب عید خوشحالش کنم. یا یه آقای زنگ زد گفت ما خواهرم تو ایتالیا فلان طرح تو دیده، مامانم داره مثلا 6 روز دیگه میره، خواهش میکنم اینو براش بزنین. اینا ببین خیلی من هم مثلا دیگه فکر کنم اپیلاسیون مجانی همه بدنم مرموره. آره اینا چیزای جدید و جالبی بود خیلی برام جالبه. آره دیگه و اصلا اصلا با همچین توقعی نداشتم و همچین دنیای آشنایی نداشتم. خلاصه همین شد خانم سلماز که ما موندیم و مزون موند و گرین کارت من اومد و همه اینا، من موندم ایران. منی که علی هم میخواست، پیشت بود، علی هم پیشت علی بودم. هم بود آره، و منی که اینجوری بودم که ایران نصری اول رفتم مهرآباد، اینجوری بودم خانم بهم گیر داد که شال تو بنداز تو دلم، گفتم باشه قربونت هم بشم من دیگه شما رو نمیبینم، رفتم دیگه بر نگردم. وقتی برگشتم دیگه اینجوری بود که بریم، من گفتم نه من کارم نمیتونم، کارم عزیزم دوست دارم. به اینجا به مامان تینا رو بود چه حالی داشتن؟ خوشحال بودن تو موندی و اینقدر موفقی تو کاره؟ آره خوشحال بودن. از طرفی خب شرایط ایران هم اون موقع خیلی بهتر از الان بود، ولی مشخص بود که خیلی هم خوب نیست، رو به خوبی نمیره. من یادمه که یه روزی من رفتم بازار و 5 تا چرخ خیاطی و چرخ سردوز و اینای دیگه خریدم که بزرگتر کنم کارگاه. اون روز روزی بود که هم بابای خودم هم بابای علی اینجوری شدن که واقعا گفتم آره واقعا یعنی و نمیخواین گفتم برین، یعنی تو همچنان میخواین اینجا رو بزرگتر بکنی، و من اینجوری بودم که بله. علی هم باید همسو بود دیگه، دوست داشت این کارو. یا علی هم میگفت همسو بود، ولی خب از یه طرفی هم نگران درسش هم بود دیگه، چون علی موقعی که اومد ایران اومد 3-4 ماه بمونه و استادش علی از دوره یعنی وسط فوقش بود دیگه در اکشن، بعد دیگه کم کم مجبور شد هی به استادش بگه نه و نمیام. و بعد دیگه مثلا من یادمه که یه بار که گرین کارت هم من گرفتم وسط کارم هم بودیم، خب می اومدم آمریکا. یه دلیل دیگه هم این بودش که خب من گرین کارت که گرفتیم می اومدم آمریکا دیگه، اون موقع بیس علی شیکاگو بود و خب چون ما زمستون حجم کار آمدیم. کمتر بود، من زمستون ها میتونستم بیام و من اینجوری بودم من چرا باید بیام اینجا اگزکتلی. ایسا آره بگو زمستونه چی بود؟ هنوزم منهای خدا تا شیکاگو قشنگ ترین شهر آمریکاه، ولی سرد باد، من اصلا فکر کنم شیکاگو مثل تورنتوه نه؟
ببین معماری خیلی خوشگلی داره کلا، نه آره هواشو گفتم، ساختمونای هواشو گفتم. بلند، فکر کنم بادش بیشتره. ببین بادی که تو تورنتو هست که الان داره ما رو میبره هیچ جایی از ولی فکر کنم آره خیلی شبیه، آره آره هواش شبیه هواش آره نه خودش. من یادمه مثلا یه روزی داشتم از سرما تو خیابون گریه میکردم، ملت رو میدیدم با دامن کوتاه، مثلا چراغای کریسمس رو روشن کرده بودم، تو فکر کنم خیابون میشیگان بود اگه اشتباه نگم، خیلی خوب اونجا رو نمیشناسم، شفتم من با اینا یه فرقی دارم، مگه میشه اصلا همچین چیزی امکان فرقش اینه نداره. که الان من تو بچه های الان میبینم، پسر خود من حالا کوتاه میپوشه، آستین کوتاه و شلوارک میپوشه، عادت داره بدنشون دیگه. بعدش اصلا نمیتونه تعامل کنه اونجوری که من میپوشم. اون تازه منم خیلی بهتر شدم از اولی که 100 تا لایه رو هم میپوشیدم. آره مامان منم میاد اینجا شروع میکنه میچایی الان باز آره من فکر کمرتو کنم بپوشیم، آره کمرتو، یه کمرتو اعتقادی بپوشیم. هم دارن از تو ناحیه کمر الان تو میترکی. آفرین مامان من خانومایی که بار دارن و میبینه مثلا زیر لباسشون شکمشون کوتاهه میره. میگه فوق بچهش، میگم مامان بیان. آره که تازه آمده بودم کانادا یه دفعه یادمه که خواهر کوچیکم داشت میرفت دانشگاه، بعد مثلا چله زمستون نیم ساعت قبل از که بره دانشگاه رفت دوش گرفت، موهاش هم بلند بود، این موها رو اینجوری پیچون 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 چیه ماس ماسک زد، بعد از پشت گردنش آب میچکید. خب بعد یه کاپشن پوشیده بود، یه لگینگ، یه شلوار تنگی پوشیده بود که خب برای اینکه هوا نباید بین لباست و اون آره چی باشه دیگه، اون باعث میشه تو گرم بمونی، که من اینو نمیفهمم وای خیلی نازک. بعد یه کاپشن پوشیده بود که انقدر مثلا کمرش بیرون بود. ببین من داشتم سکته میکردم، گفتم وای آب داره میریزه الان تو سرما میخوریم، گفت وای به پیرزنای خونه یکی هم اضافه شده. همین بابام الان که توصیفم میکنی من سردم میشه. ببین همیشه به من میگفت سرما اول باید یه ویروسی چیزی باشه تو بدنت داشته باشه بعد تو سرما بخوری، با سرما کسی سرما نمیخوره. بعدش هم خب حالا اصلا داشت رشته میخون که علمش هم داشت. ببین من اصلا نمیفهمیدم این چی میگه، 4-5 سال طول کشید تا فهمیدم. بعد میگفت برو بیرون دخترها رو ببین، گفتم آره همه تو لختین چله زمستون دخترای تلقین هم مدرسی. برامون هست دیگه، میگم آره حتی بابا در زیرپوش، زیرپوش یادته؟ چرا آره ما زیرپوش میپوشیدیم؟ خلاصه این قسمت هم میدیدم که چقدر سرده. میگم من حتی اومدم یه بار آمریکا دیدم که مثلا استاد علی رو رفتیم دفترش، خیلی خوشحال نبود از علی که مثلا نصف گذاشته و رفته و تو این مایه ها بودش که داداش دیگه تکلیف خود روشن کن. یا الان بیا و یا نه، که خب دیگه علی نیومد و بعد دوباره شروعش مجبور شد دوباره برای فوق لیسانس اپلای بکنه، که منم گفتم که ببین علی یعنی دیگه خانواده ها، من دیگه داشتم میرفتم تو فکر این که خیلی دلم میخواست اون موقع ها برم شمال زندگی کنم، داشتم میرفتم تو این فکرها که برم شمال یه مغازه بگیرم و اونجا کارگاه و فلان و اینا، دیگه شروع شد مخالفت های جدی و حالا برین بذارین ببینین چی میشه یه سال اونجا زندگی کنین. منم انگار که هی میخواستم چوب لا چرخ بذارم، گفتم اوکی میریم، ولی من دیگه شیکاگو فکر نکنم بیام، اونجا خیلی سرده. مثلا دوستان هم غرب آمریکا دیگه، علی اپلای کرد ختم برای بسیاتشون. تفلی علی، آره علی اپلای کرد برای دانشگاه های خودم هم هیچ پلن درس خوندنی نداشتم، چون پلنم این بود که ما که نمیمونیم، حالا علی بره بخونه یه سال و منم همین کارو من از میکنم. دست اینا این حرف و حدیثام راحت شم، این با مسئولیت آره درس علی و کلا ببین به همه همینو میگم، میگم اگر کسی شرایط رفتن داره پاسپورت ایران، حالا من بعدش نتونستم بیام ایران دیگه، الان 7 سال من ایران نیومدم، ولی در شرایط یک آدم مثلا اتفاقهای معمولی توی زندگی بیفته تو پاسپورت ایرانی تو داری میدونی، بنابراین اگر شرایط رفتن داری تجربه است، زندگی همه ارزشش آفرین. همه عشق و حالش به تجربه است، برو نشد برمیگردی همه چیت هست، هر جوری که زندگیت بوده همون جوری یه ذره باباش جمع دو قدم عقبتره ولی کلی چیز یاد گرفتی، کلی کلی چیز چیز این یعنی تجربه چیزایی رو که همه یاد جوری میتونی میگیری همون استفاده کنی. لحظه ممکنه به دردت نخوره، ولی انقدر ناخودآگاه دیده آدم رو باز میکنه، اصلا نتورکی که میزنی، کانکشنایی که میسازی، جایی که فکرشو نمیکنی جوری به درد آدم میخوره میخوره که آره
به نظر من خب این خیلی چیز جذابیه، آدم ها اگر شرایطش رو دارن، حتی اگر میترسن برن تجربهش کنن باریکالله، زندگی آفرین. خارج از ایران رو. باید نترسن، که من معتقدم نترسن که خانواده رو میس میکنم، نمیدونم اینا، برای اینکه معتقدم که همین مثل تو، من میگم کره زمین به این بزرگی این همه جا روشه، آخه چرا به خاطر این چیزا وابستگی عاطفی زندگی اصلا تجربه کردن رو تو زندگی از دست بدیم؟ میدونی من نمیگم ول کنیم بریم، ولی خوبه که بریم تجربه کنیم، ببینیم، ببین یه یاد موضوع بگیریم. خیلی ساده ایه، ولی برای من یه موقعی خیلی تازه، من که فکر میکنم زودم خوب متوجه شدم، یه زمانی خیلی برام فهمش انگار نمیخواستم بفهمم، و حالا یه ارادتی که من همیشه دارم به دکتر هولاکویی، خیلی صحبت راجبشون زیاده، موافق مخالف، من کاری مخالف. ندارم قطعا همه چیزشون موافق نیستم، با خیلی چیزا مخالفم، ولی به نظر من آدم یه چیز خوبم از یکی یاد میگیره، باید قدر بدونه. یه موقعی که خیلی بعد از مهاجرتم به آمریکا دیگه گم و گیج شدم، فکر کنم از اون آدم شلوغ و پلوغی که توی ایران بودم و از صبح تا شب کار میکردم و اینا، اومدم اصلا اینجا هویتم رو گم کردم و خیلی برام سخت بود که از اول شروع بکنم. میدونی وقتی یه جایی میرسیم بالا دیگه دوباره آینو از آینو نقطه اول شروع بکنی، و من همیشه یه پامم ایران بود، یعنی اینجوری بودم که اونم که هست میدونی دل نکنده بودم، مزونه هنوز آره. سر جاش بود، کارگاهه بود، داشت میچرخید، من شب تا صبح زمان ایران کار اونجا رو داشتم، بعد صبح که میشد میدیدم همه رفتن سر کار، همه چه زندگی دارن موفقن، بعد توی شهری هم آخرین کار میکنم که همه چیزن، همه تک کامپانی، هر کسی رو میشناختی داشت بودو یه بودو کسی بودو 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 اون کار ران و میکرد، راش. مثلا یه دفعه احساس کردم که اولین افسردگی زندگی ما اون موقع گرفتم. میخوام بگم که راحت نیست مهاجرت، حتی برای کسی که من شرایط مهاجرتم شرایط سختی نبود، خیلی فامیل داشتیم، یعنی سیاتل انتخاب کردیم چون اینجا فامیل داشتیم، کسایی که ازمون مواظبت بکنن، علیز تجربه زندگی تو آمریکا رو داشتش، میدونی یعنی مشکل کریدیت کارت نداشتیم، مشکل نمیدونم حالا چجوری ماشین بگیریم نداشتیم، همه آره اینا رو آره آشنا بودیم. خب اینا چیزاییه که خیلی حتی اینا رو اینا مشکل، ولی بالای 80% میگم مشکلات. انقدر سخته که من همیشه میگم کسایی که به عنوان همراه مهاجرت میکنن، مثلا حالا همسرشون کار گرفته، همسرشون دانشگاهه و خودشون کاری نمیکنن، یه دفعه خیلی گم و گیج میشن اصلا پلان، یعنی دوباره تارگت من شدن این آدما و کمک کردن به همین آدما، چون خودم همینو تجربه کرده بودم. من با توجه به اینکه دوباره این اتفاق برام افتاد، یه بار زنگ زدم دکتر هولاکویی به رادیوش و این شرایط رو براش گفتم، گفتم من نمیدونم مثلا اینجوری، میگفتش یه واقعیتی رو باید بپذیری، وقتی یه چیز رو انتخاب میکنی خیلی چیزها رو از دست میدی، این موضوع ساده یه سلماز، یعنی مثلا آی خیلی نو. چیز است، میدونی مثلا خیلی ولی وقتی که مشخص، اون موقع که ولی وقتی که بهت اپلای میکنه و در نظر بگیری، ناخودآگاه ازش دوری از میکنی. دستت میره در اون لحظه که ناراحتی، یکی از دلایلش اینه که همه چیز رو با هم میخوای. آباریکالله، آفرین آفرین، خدا خورما، دختر خاله خدا، همه رو آره با هم میخوای. من همون رو گفت، گفت تو الان اگه بری بیرون از خونه چون دوست داری بیرون بگردی، نمیتونی تو آسایش خونه باشی، اگر تو خونه باشی بقیه رو ببینی بیرونن، خب تو بیرون نیستی، این خیلی چیز ساده ایه. بنابراین آره، یه بخش بسیار بزرگی که مهاجرت داره اینه که تو از خیلی از خاطره هات میدونی، خاطره ها، یعنی من میگم که اون خاطره هایی که با یه آدم داری، اون داستانی که تو ذهنت با یه آدم و با یه جا ساختی، ممکنه دیگه حتی اون نباشه، ولی تو ذهن نه تو اون مونده، اون برات دقیقا ارزشمنده، دقیقا همین. اونا رو دیگه نداری و این واقعا اجتناب ناپذیره، سخته، خیلی هم سخته. من فکر میکنم الان حتی یه مقدار راحت تر شده، چون یه زمانی مثلا 20 سال پیش کسایی که مهاجرت کردن خیلی این همه مهاجر وجود نداشت، این همه نه آدم شبیه به خودت وجود نداشت آفرین، که و اینقدر اونجا شرایط زندگی سخت نبود که چاره ای برات نمونه، یعنی هنوز آفرین. میشد سروایو آره کرد و موند. به نظر آره من اون خیلی مهمه. الان من بنابراین خیلی از این کسایی که باشون صحبت میکنم تازه مهاجرت کردن، میگن ما چیزی برای، متاسفم اینو میگم، ما خیلی متاسفم، میگن ما چیزی برای دست دادن نداشتیم. جز همین خانواده و عشق و خاطره و میتونیم این آره دیگه مثلا اساسی همینه الان.
حالا خیلی ها میگن مهاجرت پول میخواد. واقعا من افرادی رو دارم تو هم، مطمئنم تو هم دیدی، افرادی رو دارم آره تو همین آمریکا میبینم، تو کانادا دیدم، که فقط با یه پول بلیط و پول ویزا و پول چند ماه اجاره اومده. همین مهاجرت کردن. یعنی تونستن آقا با طریق درسی مهاجرت به تحصیلی بکنن، یه فاندی بگیرن. برای همه امکان پذیر نیست، ولی میخوام بدونید که هر کسی هم که مهاجرت کرده، بچه ها، با پول کلون مهاجرت نکرده. نه نه اصلا نه اون پول کلونی که تو ذهن هم از طرف خارج حتما پول داشته، اون با سیستم فکر ایرانیه که همه باید جمع کنن. باریکالله. اینجا ببین نیستی گوشید که بیا اینو کار بگی، میکنی. آفرین. اولین چیزی که برای مهاجرت بزرگترین استی که احتیاج داریم، دونستن زبان محاوره اون کشور، این اولیه. یعنی اصلا تو اون پولم داشته باشی، با سرت هزاران میلیارد کلا میره چون زبون بلد نیستی. میدونی میدونی بعد برای زبان لازم نیست کلاس بریم، من این زبونم مو در آورد. بابا سریال فرندز ببینین، متنشو بریم 30 روزی. من همش میگم شما روزی یه دونه اسلنگ، یه دونه لغت یاد بگیرید، تو سال میشه 365 تا. تو برای اینکه یه زبون رو محاوره بکنی 500 تا لغت بسته. نه دیگه، در حد محاوره. ایرانی ها خیلی انگلیسیشون خوبه سلماز، یعنی من نظر من در حد همه نه محاوره، قربونه چرا. نه در حد محاوره هستن، یه ذره فکر میکنم خودشون رو کمتر از آره چیزی. بعضیان تو دو گروه، و بعضی هم هستن که واقعا، من الان کسی رو دارم که 20 سال اینجاست همچنان میگه من اعتماد به نفس ندارم، نمیتونم حرف بزنم، و واقعا نمیتونم حرف بزنم، هیچ وقت سعی نکرده یاد بگیره. بقیه اعضای یکی خانواده از رو انداخته دلیلاش وسط. که فکر میکنه من چرا 20 سال اینجام و هنوز فلوئنت نیستم، خودشو دقیقا نمیندازه تو قدم اول و شروع بکنه، بذاره متشکرم، کنار 20 سالا. 20 سال مهم نیست، نشده، نکردم، دلایل زیادی باریکالله. داشته، چه موجه چه غیر موجه، من از اینجا به بعد درستش کنم. از الان درستش بکنم. یه داستانی توی پیجم هم هستم گذاشتم، خانومی که من یه بار توی کشتی دیدم و با هم صحبت کرد، من همینو گفت، گفتش که من درگیر این شدم از زمانی که اومدم آمریکا که من فلان کار رو داشتم و فلان و اینا و آخ آخ نمیتونم و آخ آخ از اول شروع بکنم. بعد میگفت هی که یه سال گذشت، گفتم من فلان کار رو داشتم و یه سالم هست اینجاست، 10 سال حالا شد گذشت من ده فلان کار رو آخ داشتم و 10 سال اینجا دیگه. میگه شدم انگار که دارم تو سر خودم میزنم مدام. آباری ولی کلا. جاری با اینکه اونم مرتبه خوبی داشت تو ایران، اومد از روز اول، از قدم اول شروع کرد. این قدم اول شروع کردن کاری به گذشته نداشته، من خانوادم این بودن، من کارم این بود، من پرستیژم این بود. یکی از خوبی هایی که خارج از ایران حداقل من میبینم تو آمریکا و کانادا اینا وجود داره، آقا ازت نمیپرسن کی کارت چیه که تو را بخوان آنالیز پرستیژ رو بکنن. باریکالله باریکالله. اصلا خیلی چیز طبیعیه براشون یکی دانشگاه نرفته باشه. تو ایران آی دیگه نو تو مرحله دکترا نرفته باشی دیگه حتما. اصلا درس چیه، کار چیه، نمیدونم. و ببین ما ایرونیا خیلی این کارو با هم میکنیم. اتفاقا امروز صبح با یک کلاینتم صحبت میکردم تو امریکاست، نگم کجاست بهتره، بعد داشت میگفتش که، گفتم خب مثلا هایلایت و لولایت هفته رو میپرسیدم که با هم روشون کار کنیم. میگفت ببین یه دونه ایونت رفتم تو ویکند، فقط ایون انگار مصاحبه شدم از خصوص ترین قسمت های زندگیم. چند سالته، چه شوهر نکردی، خب اینها اینجا این همه پسر هست. گفته بابا من سنم به نسبت اینا، نه اشکال نشد برادر داشته باشم، برو صحبت کن، همین کارا رو میکنی، اینجوری هستی دیگه. خب چی درس خوندی، خب چه اینجا داری کار میکنی، حقوق چقدر داری میگیری. گفتم وای تمام. گفت ببین تمام چیزایی که تو میگی اینا سوالای حریم شخصی نمواد بپرسی. من خواستم بگم برو بریم پادکست رو گوش کنی. میگفت همینجوری تو 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 تو. و میگفت انقدر حالم بد شد بعد از 40 دقیقه. گفتم با اجازه شما من دل درد گرفتم، باید برم. خب و ببین این ما آخه ببین اون کسی که این سوالو برقی میکنه با خودش هم داره همینقدر ناجوانمردانه برخورد میکنه دیگه، میدونی؟ ببینید من کلا همیشه فکرم اینه که چرا یکی یکی رو میبینه، برای شناختش مثلا به ذهنش باید بیاد که الان این چقدر در میاره، بچه داره، شوهر داره، نداره، اصلا چرا میتونی، چرا به خیلی موقع ها خوبه مثلا میره یه مهمونی، خب کارت چه خبر اینا، آره ولی آره پاپیچ نمیشی، طرف هر چقدرشه که بخواد میگه میگه شد و میگه رفت. میگه جرسی. من یه سوالی ازت بپرسم، اگه بتونی فقط یه نفر رو از توی مسیر زندگیت که تا الان طی کردی ورداری حذف کنی، اون کیه و چرا؟ اینو باید بشینم روش بخوابم قشنگ فکر نه کنم. دیگه تو الان همین اولی جوابی که به ذهنت میرسه به من میگی، لطفا
قلبم بذارم رو پام. یه چیز جالبی که تو من وجود داره، خودم نمیدونم حالا جالبه، جالبی منظورم خوبی یا بدیش نیست، ولی آره مثلا چیز در متفاوتی. اتفاقای تراپی خودم متوجه شدم. مثلا دیدی میگن، ها خود منم خیلی شاید بر قبل ترها از این حرفا میزدم، نمیدونم فراموش نمی کنم ولی میبخشم فلان، اینا یه همچین چیزهایی همیشه وجود داره. من یه ذره که تو خودم فکر کردم، اینا حرفای خیلی قشنگیه ولی من واقعا یادم نمیاد که چه کسی چه کاری با من کرده، میدونی؟ ولی یه احساسی دارم که به فلان کس نباید اعتماد داشته باشم، حتی میبینمش و میگم و میخندم ولی تو دلم اینه که اعتماد نداشته باشم. و خیلی جالبه که یادم میره که دقیقا چرا من نباید به همچین کسی ولی اعتماد. اون یتکه با دمت گرم، ولی اون یتکه یا تو که نباید اعتماد کنی. آره فقط در همین لحظه است. ولی فکر میکنم که همه آنچه که بوده واقعا باعث شده که من درس یاد بگیرم. از زمانی که رو اینستاگرام بودن، آدمایی رو یادم میاد که میگم کاش مثلا باشون نزدیکتر نمیشدم مثلا. باریکالله آره ولی باریکالله. اگر بخوام ولی تو پس زندگی، میتونی اونجوری بگی که یکی که حذفش میکردی. آخه ببین ما همه درس رو که الزاما قرار نیست یاد بگیریم، یه سریاش واقعا انرژی زمان، یعنی خیلی چیزای ما رو هدر میده. حس میکردی یعنی از تو مسیر زندگیت میذاشتیش کنار، آره چیز کس خاصی یادت یادم نمیاد. نمیاد. نه حالا اگه فردا، فقط فردا، نه نو دو نوامبر، فردا 24 ساعت تو بکنیم 25 ساعت، اون یه ساعت تو دلت میخواد چیکار کنی؟ دوست دارم من هر وقت اضافه میارم رو کورسرا و یودمیا اینا دارم میچرخم نه دیگه ببینم کار نیست، کار نیستش. نه فرح پهلوی رو خیلی دوست دارم، یه دوست دارم آه. بلن باهاشون یه مصاحبه داشته باشم، اصلا واقعا صرف نظر از همه آنچه که به سیاست ربط داره چه آره نگاهی دارن، میفهمم، اصلا واقعا از این لحاظ نمیگم از نظر خودش شخصیتا شخصیت، یعنی واقعا نمیخوام وارد اون فاز بشم چون متوجه. میتونه از یه کسی خوشش بیاد با یه سری عقایدش مخالف باشه و یا موافق باشه. واقعا دوازنایز جدا از اون، آره مثلا خوشم میاد از جوری که صحبت میکنن و شخصیتی که دارن، و حالا وقت چون خیلی کم ما باهاشون مواجه شدیم آره دیگه دیگه، آره ما کمی اصلا بوده. چیزی ندیم. سوال بعدی ببین، یه چیز کوچولو که همیشه لبخند به لبت میاره چیه؟ یه چیز خیلی کوچولو. کوچولوی خیلی بزرگه ولی کاچی رو واقعا ببین هم کاچی رو که ما میدونیم، یه چیز دیگه کنارش بگو، اون که گیبن ما در دیگه. آره یه چیز کوچولو فکر می‌کنم همه چیزایی که می‌خوام بگم خیلی بزرگن. خب حالا بزرگ بگذارم. من هر وقت به سفرهایی که رفتم فکر میکنم خیلی خوشحال میشم. آخه عزیزم آره آره منم سفر خیلی، خیلی یعنی دوست دارم. احساس میکنم یعنی یادم میاد که مثلا چقدر سخت تونستم فراهمش بکنم. حتی مثلا یادم خیلی از سفرهای اروپای 6-7 سال پیشمون رو من یه اتاق از خونمون رو Airbnb میدادم که بتونم پولش رو جمع کنم و دمت گرم آره بابا، اصلا تو خیلی کارت درسته. فقط ببین برای سفر ببین فقط. الان اینو گفتی یاد اون گوشه خونه تو افتادم، خونه قبلیتون که گلا رو گذاشته بودی از پلا میمدی پایین اون پنجره ها، اونا آره اون گلا چطورن الان؟ گلویه ها خوبن الان دیگه، یه ذره خونه بزرگتر شده پخشن این پخش وقت. شدن. وای اون گوشه اصلا یعنی کوزی ترین آره خیلی خوب. قشنگ ترین و میدونی اون خونه مال کیه سلماز، اون خونه مال ما 3 سال پیش از اونجا بلند شدیم. آره چند وقت پیش گذاشته بودی، 2 سال و نیم شده. من گفتم جیسس گرل اصلا چطوری چقدر اینقدر زمان خدایی زود میگذره. اصلا اینجوری و همونی که تو گفتی اون 2 سال کووید رو باید دریم از تو کارنامه زندگیمون، ترکون ما واقعا رو. باور نکردنیه، یه موقعی که اپل میاره عکسای قبلی رو آی نو، من ببینی اونا رو دیگه نگاه نمی کنم، که اعصابم مثلا رو بعضی خراب از کرد. بچه هایی که همراه پیجم هستن برام کامنت میذارن و مثلا من میرم کامنت های قبلیشون رو میخونم، مثلا میرم روی عکسی کامنت گذاشته عکس ما 6 سال پیشه، اصلا باورت میشه که تو 6 نه سال اف اکتیو؟ باورم نمیشه. یه چیزی که بر من جالبه اینم بگم، من یه مدت مدیدی برای اینکه خیلی از کارا رو بکنم که باشون چالش داشتم ولی خودم خواستم مجبور کنم انجام بدم، جایزم این بود که لایو گلشیدو بذار، اصلا یکی لایوهایی که گذاشتی اینو گوش کن، همچون که داری گوش میکنی کار سخت داره انجام بده.
و الان جالبه بر من یه سری چیزا تو همین آفیسم که بالاخره خودم با دست به وجودشون آوردم و واقعا خیلی برام چالش برانگیز بود، یه سری پروژه ها که میتونستم چیز گوش بکنم، باورت میشه یا نمیشه هر بار بهشون نگاه میکنم تو میای تو ذهنم. آخه خیلی جالب. دقیقا به هم گفتی یه چیز کوچولو بگو که خنده میاره رو لبت، به هر چی که فکر کردم دیدم بزرگه. واقعا اون لایوا یکی از کارهایی که من خیلی خوشحالم میکنه بهش فکر میکنم انجام با دادم اون قاب عکس پشت سرت، یادم با اون قاب عکس اینستاگرام آورد، قشنگ یادمه تو سوار ماشین بودیم با علی، گفتم علی فکر کن من این کارو بکنم، بعد گفت نمیدونم میشه نمیشه اینا، خودم هم یه ذره به چیز افتادم سونما، چون من هم لکنت دارم، اگه تمرین نکنم حرف بزنم مثلا همیشه صبح باید در یا اینجوری بکنم، یا مثلا اگه من مثلا یه هفته حرف نزنم سخت میتونم صحبت بکنم. همین که یادم مثلا اون موقع ها شروع کرده بودم روی اینستاگرام یه چند تا استوری گذاشتم، به هم میگفتم وای چقدر لبت کجه و اینا، اینا دو تا عاملی بودش که باعث میشد نکن این کارو، اونقدر نخوام این کار رو انجام بدم. و یادمه روزی 2 ساعت حداقل برای 3-4 ماه من دوربین رو میذاشتم جلوم، گفتم خب این که کارش نمیتونم بکنم، هر کی میخواد راجع به لبم بگه ایتس اوکی، ولی آره ولی بذار ببینم مثلا چطوری میتونم روون صحبت بکنم. و من هیچ وقت خودم رو قبلش این ایده اومد به ذهنم، من هیچ وقت آدم سخنوری نبودم، آدمی که صحبت بکنم. اون کارو که کردم را افتادم، خب لایو ها خیلی گرفتی که شدم مادر لایو اینستاگرام، خیلی لایو ها گرفت و باعث شد که الان میتونم کار الانم رو داشته باشم، میتونی برم سر کلاس و صحبت بکنم. یعنی قشنگ به ضعفات غلبه کردی، تمرینشون همینه که میگم کردی. آدم باید نقطه ها رو کنار هم دیگه قرار بده، میدونی چی میگم؟ یعنی تو در یه موقعی داری یه کاری میکنی، مثلا لایو ها رو من 2 سال و نیم کردم، 2 سال خیلی وقت منو میگرفت، خب منم هیچ وقت یه تبلیغ نمیکردم مثلا، خیلی کم انگوش شمار، ولی میدونی با عشق این کار رو انجام میدادم. پیامایی که میگرفتم انقدر قشنگ بود، انقدر مثلا راجع به تغییر زندگی آدم ها بود. همین الان من لایو های کامنت هایی میگیرم، دایرکت هایی میگیرم که طرف دفاعش رو کرده، نمیدونم ازدواجش رو کرده، و میگه از اون لایو ها همه اینا شروع شد. آره خیلی آره. الهام بخش بود، دمت گرم، اصلا ایدت بی نظیر بود. تو این تو 3 کلمه خودتو گلشید و توصیف کن. حساس، مهربون، خنده رو. ای جان دلم، خوب بود، خیلی خوب بود. گوشید، بزرگترین پشیمونی زندگی چیه؟ آه ندارم. اگه یه چیزی تو زندگیت میتونستی عوض کنی، راهشو چی عوض میکردی؟ کنم همیشه به این فکرم که زودتر میومدم آمریکا. با دانش امروزت، با دانش آره. امروزت میگی که من زودتر میمدم آره، هم موقع گرین کارت گرفتم و اینا، چون میدونی من همیشه تو رویاهام این بودش که یه زمانی به عنوان یه کارآفرین جوون زن از من قدردانی میکنن و نمیدونم این داستان. ما ازت قدر دانی میکنیم عزیز دلم. رویای بچگی بود دیگه، واقعا هنوز با چیز روبرو نشده بودم، با چهره واقعی جمهوری اسلامی که اصلا ضد زنه، چی داری تو میگی الان؟ روبرو نشده بودم. ببین علت اینه که خب خیلی همون دلمون همیشه خواسته که اگنالج بشیم، برشمرده بشیم، چی میشه اگنالش، خلاصه برشمرده بشیم و بالاخره صدامون کنن، اینه که همیشه تو سرمون خورده. تو کی میشنوی یه مرد بگی که من دلم میخواد به عنوان کارآفرین رو چه مرد برگزیده بشم؟ اصلا براش مهم نیست، چون همیشه دیگه کیپ ها، نه همینه که هست دیگه. آره چون فکر میکردم مثلا وای چقدر، ولی خب چیز بزرگیه. حالا خود این قصه سر دراز داره، ولی خب 7 ساله که نتونستم برم ایران، که دیگه بعد از این قضایای سال آخرم که دیگه خیلی شبیه من شدن، بعد از قضایای مهسا و زن زندگی آزادی که راستی این هست زن آزاده منه. آخه چقدر قشنگ. آره الان یکی از کارهایی که میگم کاش انجام میدادم و الان به نظرم هنوز دیرم نشده و دیگه دارم این کارو انجام میدم، خب من وقتی اومدم آمریکا خیلی دوستای خارجی زیاد داشتم، که دوستای خارجی من همون چند نفری هستن که توی سال اول باهاشون آشنا شدم.
بعد خیلی غرق کامیونیتی ایرانی شدم به خاطر اینکه واقعا ارتباط با ایرانی میچسبه، لذت بخش، آره آره یعنی خیلی کیف خیلی داره، فان، هم زبونته. یکی از چیزایی که شاید تغییر میدادم این بودش که سعی میکردم با دوستای آمریکایی بیشتر داشته باشم و باهاشون رفت و آمده بیشتر داشته باشم، نه اینکه فقط مختص کار باشه یا مثلا یعنی یه ذره یه بیشتر میتاپ تعادل بهتری میرفتم. برگزار میکردی. آره آفرین بیشتر میتا. میتاپ میرفتم، بیشتر توی کامیونیتی ها. نه حالا لزوما کار، چون من همه ارتباطم با خارجی ها دیگه کاری شده. آره اینکه مثلا باهاشون روابط رفت و آمدی بیشتری داشته بیشتری باشم. داشته باشه، اینم خیلی درس خوبیه. اینو من درست همون 4 ماه بعد از که اومدم انجام دادم، ولی خط شد که ازدواج من با غیر ایرانی بشه دیگه. آره ولی خب خیلی ها رو میبینم، من حتی فکر میکنم نسبت به خیلی از ایرانی ها تازه روابط بیشتری با خارجی دارم اینجا نسبتاً. ولی ولی تو ترجیحت بود که بلنس تعادل بیشتری برقرار میکردی و خیلی آره تو طبیعی. آدم بیشتر یاد میگیره، میدونی؟ 100%. آره. گوشید آخرین باری که گریه کردی کی بوده؟ فکر کنم 3 هفته پیش قبل از اینکه برم پاریس یه گریه اساسی کردم. ولی کلا من گریه ها مودیه، یعنی یه وقت میبینی مثلا یه 20 روزی هر روزش گریه میکنم، یه موقعی هر کاری میکنم گریم نمیاد. خب ما چه کاری؟ دوست دارم به خاطر اینکه نیاز دارم گاهی اوقات گریه کنم، آها. احساس کنم. ولی من خیلی زیاد دلتنگ ایران شدم طی 1 و 2 ماه گذشته، خیلی زیاد، اصلا این چیز باور نکردنی. میدونی در خودم سراغ نداشتم توی این سالها انقدر دلتنگ بشم، مثل اینکه یه دفعه انگار یه چیزی بوم خورد توی ذهنم که حالا حالا ها نمیتونی بری. داشتم دنبال این میگشتم که کجا برم سفر و دوستان داشتم گفتن میریم ایران و قبل از اون بعد به خاطر آره شما یه دفعه خیلی زیاد 1-2 ماه من درگیر شدم و هر چی که میدیدم گریم میگرفت. اصلا یه ویدیوهای از خودم دادم همینجوری دارم عزیز گریم دلم. میکنم. یه شعری هست سفرناک، حالا دقیقا یادم نیست یه بیتشو، ولی میگه که خب حالا رفتی، اصلا زمین همش یه جوره و رفتی دیگه، مثلا ولی اونایی که دوست داری و خونه و خانواده رو چی کار کنی که نمیتونی با خودت آره ببری؟ نمیتونی ببری، ولی آره من اینو متاسفانه با سختی یاد گرفتم این زندگیه. منم اتفاقا از دیروز برام آفرین، اتفاقی افتاده که خیلی دلم میخواست میتونستم الان برم ایران، دقیقا ولی اینجوری دیگه، سینوس کوسینوسیه، یه موقعی بالایی خوشحالی، کلن اصلا زندگی برایش همینه دیگه مادر، آره زندگی برای همینه. همین چیه میگن که یه شعری هستش یادم رفت، یه موقعی بالایی یه موقعی پایینه. یه میگم موقع من همیشه پایین یاد خودم میندازم که هر موقعی که خیلی بالا هم میگم پایین رفتنایی هستش، هر موقعی که خیلی پایینم یادم میاد که نه یه بالا. آفرین. دائما یکسان نباشد حال دوران حالا هم طوری این موقعی آره بچه من میگه که مامی مثلا من الان ناراحتم، این من میگم ببین ناراحتی هم یه قسمتی از زندگی بهش میگم you should feel sad، نمیشه که همیشه خوشحال باشی، کی به تو گفته که همیشه خوشحال باشی، آفرین، خبرها این نیست. حقیقت مهمیه، آفرین، آره این اصلا تو واقعیت نیومدی. هم در آره واقع. یا مثلا اونجایی که میگه life is it's mommy it's not fair، میگم who told you it's gonna be fair، کی به تو گفته قراره عدالتی است؟ عدالت وجود نداره، نه چرا کمود عدالت اصلا وجود نداره. من عدالت فقط مال، یعنی قانون فقط برای اینه که نظم جامعه رو حفظ کنه، تمام. هیچ جای دیگه زندگی عدالت نیست، آره هیچ جاش اصلا نه زندگی ما اومدیم تو زندگی الان حرفای هولاکوی رنج بکشیم، درس بگیریم، بزرگ شیم. ما نیومدیم اینجا یکی ما رو پمپرایز کنه، میدونی. و یه چیز دیگه هم که من یاد گرفتم که هر روز دارم تمرینش میکنم اینه که سلماز بپذیر به تعداد انسان هایی که در اطرافت میشناسی قبل از دنیا رفتنت ممکنه مرگشون رو تجربه کن. آه این خیلی، اینا اصلا بهتر از روش صحبت نکنیم. I know. ولی نگم هی دارم با خودم اینو تمرین مخصوصا میکنم. کالچر ما کالچریه که اصلا حرف راجب مرگ زدن مثلا من که میرم و اینا همه نه 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 بزن. من نه میرم بابا ایشالا 120 سال زندگی کنی. یه ذره تو کالچرهای دیگه راحت تر راجبش صحبت کردن، آره آمادگی با خودش میاره.
ولی آره یه حرفی از حرفی زدی، گفتی رنج بکشیم درس بگیریم. من چون خب کارم الان تدریس دیگه، درس میدم، و خب آدمایی که میان سر کلاس های من، همونجوری که گفتم تارگتشون کسایی که اون رنج خود منو کشیدن، از آره بیهویت یه دفعه آخ گم شدن، گیج شدن. و من اینجوری بودم که من اصلا نمیخوام دیگه دانشگاه برم. من مثلا دنبال راه هلو برو تو گلو هم نبودم، اما ولی خودم رو تو دانشگاه و محیط آکادمیک پیدا نمیکردم. بالاخره هر کسی میدونه یه جاهای خوبه یه جاهای خوب نیستش، و خیلی آبالی کلا. مهمه که آدم اینو از خودش بشناسه. من میخواستم زودتر تو جامعه باشم و میدونستم اونجا بهتر میتونم بدرخشم. محیط دانشگاه احتمالا از من موجود افسرده میسازه. بنابراین حالا به هر حال با یو ایکس و این آشنا شدم، الان دارم همین رشته رو، این راه رو به بچه ها آموزش میدم. وقتی میگن سخته، میگم کی گفته یاد گرفتن درد نداره، رنج نداره؟ مرسی مرسی. اصلا من میگم چیز آسون، هر چیزی که باعث رشد تو میشه، چه تو رابطه چه تو زندگی، سخته. تمام، نقطه، سر خط. لذت بخش و دردناک، مثل ورزشی متشکرم، که میکنی بدن آفرین. درد میگیره و الان از من اونجا بودم، تو رو بغل نموده میچلوندم به دلیل شعور بالایی که داری. واقعا سرنگه. سخته، یعنی هر چیز جدید از کامفورت زونت میخوای بیای بیرون سخته. یه زمانی هست من میدونستم دانشگاه رفتن برای من فقط از کامفورت زون بیرون اومدن نیستش، اونجا من سابقه شو دارم، من روحیم خراب میشه و از باری چیزی که یاد کلا. میگیرم هم احتمالا لذت نمیبرم. ولی به هر حال آدم باید اینا رو بذاره کنار هم، ببینه از بین این راه ها کدوم با روحیش بیشتر جور در دقیقا. میاد. و تا مادامی که نره امتحان نکنه نمیفهمه. تجربه نکنه. ببین مثلا من توی شرایط کلاسم میگم که کارا تیمی و گروهی انجام میشه، پریزنتیشن داریم، اینا دو تا چیزیه که بیرو در وایسی ما تو سیستم آموزشمون نداشتیم. حالا اصلا هیچ ربطی به ما نداره، یا یعنی اینکه بخوام کالچر و نمیدونم فرهنگ و تعلیم و تربیت ایرانی نه رو نه 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 بیارم، این مال چیز ایرانه، سیستم آموزشی ایران. کامیونیکیشن، ارتباط برقرار کردن، کار تیمی، کار گروهی و پرزنتیشن رو بلد نیستیم. به خاطر نه اینکه اینا نالجه و با تمرین خوب میشه. خب ما تمرینش نکردیم، چیز ذاتی و استعدادی و رفتیم مثلا به تربیت آباری کلا. اصلا کسی بهمون یاد نداره. نداد. من خدا میدونه با چند نفر رو به تو، به کلاس های تو فرستادم، فقط به خاطر اینکه میخواستم و انقدر بهت افتخار میکنم از روشی که داری این کار انجام میدی. یعنی آره حرف خیلی نداره نوشتن از طرف شما هستن، ممنونم. بابا. من منظور من اون نیست، منظور من جای دیگهش. ببین الان من نه خودم دارم، متوجه هم. خودم دارم فوق لیسانس روانشناسی میگیرم، درسته، کانسلینگ آره سایکولوژی. یه چیزی که دارم اونجا میبینم، مثلا اولی که دوستان گفت آره مثلا اینجوری یه تیم شدیم و این کارو میکنیم، بهش گفتم ببین داری یک مهارت رو تو زندگی یاد میگیری بدون اینکه مجبورشی 2 سال و نیم بری مثل من $10,000 بدی بره، که این تا آخر عمرت به دردت میخوره. انگار گلچین همه رو کرده یه عصاره جو چیک چیک داره میچکونه تو دهن شماها، ولی بعد به نیاز به خاطرش صبر سلماس، همین آفرین. که دارم میگم مثلا اینا رو می‌نویسم، برای یه سری سخت میاد، بعد ما خیلی سفت و سخت پشتشونیم، اسیستنت ها هستن که اینا آره کار رو آره انجام بدن و گروه باید گزارش بده که کی کم گذاشته. خب اینا سختشونه، دردشون میاد، ولی خب باید این کار رو انجام بدن. بعد 2 ماه میان خیلی هاشون ما اصلا فکر نمی کردیم کار گروهی بتونیم انجام بدیم، اصلا باری فکر نمی کلا. کردیم اینقدر توش میتونیم خوب باشیم. مسئله تجربه کردنه. آقا اونی که جا میزنه میره، این سختیه رو نمیکشه، یه چیزی هم در خودش کشف نمیکنه، چون شروعش سخته. باری کلا. و اصلا درس خونه همینه که اینی که داری میگی، ما هوش هیجانیمون رو، هوش اجتماعیمون رو و کار تیمی رو باید بعد از مهاجرت یاد میگیریم. ما تو ایران یاد نگرفتیم که اینا یعنی چی، باید باشون چیکار کنیم، چجوری باید ازشون استفاده کنیم. و اینی که من یکی رو بگیرم بکشم پایین، من خودم اصلا بالا نمیرم، این اشتباه، این روش اشتباهیه، مقایسه هم اشتباهه، بعد کار تیمی بکنیم. و تو داری اینا رو خبر یاد خوب، میگی. ولی همیشه همینه که اینا با تمرین خوب میشه، یعنی آره مهارتیه که باری کلا. ببین دو تا سوال دیگه دارم. بفرمایید. اولیش اینه که کدوم لحظه زندگیته که دوست داری همون شکلی دوباره تکرار شه؟ عروسیم خیلی به هم خوش. ببین جاس چی عروسی جالب بود؟
عروسی ما خیلی عروسی کوچولویی بود. بعد خب ما آردی 2 سال بود ازدواج کرده بودیم، ما با هم مسافرت و زندگی و اینا. بعد ما و بابا هامون هم مثل مهمون اومدن تو عروسی، یعنی هیچ نظری نداشت، میدونستیم که همه چی طبق مراد شماست. آره همون جوری بود که دوست داشتیم. قشنگ یادم که سرش مثلا میگه من رفتم کیترینگ هم باش قرارداد بستم، ولی بعد دو نوع غذا میخوام، یه دونه دسر، همینش خوب بپز اینا رو، مثلا 100 نوع غذا نمیخوام. دیدی 100 نوع غذا میذارن؟ آره چون جله رو با غالی بودجهشم پلو. موقع نداشتیم، آره بودجهشم اون موقع نداشتیم. حالا 2 نوع غذا یه ذره بیشتر بود، ولی تعداد خیلی محدود بود، اندکی که ولی میشد. کیفیت خوب. آره مهمونامون نسبت به عروسی های اون موقع خیلی کمتر بود، فکر کنم 170 نفر مهمون داشتیم. بعد خیلی شیک علی منو صبح برد آرایشگاه و اونجا بودم و با هم رفتیم سمت عروسی. و یادمه که یه ماشین قدیمی هم گرفته بودم برای عکاسی که هنوزم عکسامو نگرفتم، نمیدونم چرا. بعد ماشین وسط راه خراب شد، حالا فکر کن تهران تا کرج، و من یادمه که چقدر آدم بیخیالی بودم اون روز، انگار هر لحظهش داشت به هم خوش میگذشت. از اینکه که تو خیابون وسط اتوبان با لباس عروسم خوشحال بودم، کلن خوشحال. بعد تصادف کردیم با ماشین عکاسی، بازم خوشحال بودم که لباس تصادف کردیم. یعنی اون آرامش عروسی برات جالب بود. و توی عروسی خیلی رقصیدم، میدونی ببین مجلس خودم بود، اون وسط بودم، یه ذره فکر کنم به هر حال کسی که سوشال مدیا و اینا داره معلومه یه ذره توجه بیشتر از بقیه دوست داره، مرکز توجه عزیزم، رقصیدم و اینا، خیلی میدونی هیچ ببین ما چیزی یه سالگرد ازدواج اساسی میخوایم، نه اساسی بزرگا میخوایم بگیریم با آدمای باحال، تو علی دعوتی. آره آخ جون. عجیب ترین چیزی که در مورد خودت شنیدی چیه؟ شایع طوری میتونه چیز بد نباشه، میتونه با نمک باشه. آره چیز بعدش رو دلم نمیخواد بگم. با نمک یا لوسم؟ آره این خیلی زیاد، خیلی، حالا نه که شایعه باشه و اینا، ولی خب هر آدم... نظری که راجبت میدن مثلا آره بعضی موقع خب نظری مثلا چرا؟ آدم از نزدیک بیننم مثلا میگم ما فکر میکردم تو خیلی لوسی، بابا تو و زن به این مستقلی به بودی. نظرم لوسی هم خیلی نمیدونم حالا دقیقا معنی لوسی چیه، ولی لوس فکر یعنی کنم چی؟ لوس حرف ببخشید. میزنم آها لوس، نه مثلا. خب پر از احساساتی تو، من تو آره با احساساتت داری تو... یعنی تعاملاتت با احساساتته. آره خیلی با آره این احساسات، چیزه. مثلا یه موقعی که گوشی رو میگیرم دستم میذاره اینجوری سلام بچه‌ها، در اون لحظه همینطوری هم. و یادمه که یه مدتی انقدر اینو گرفتم از آدما که سعی کردم یه مقدار جدی باشم، اون لحظات جدی منم کم نیستش، بالاخره سر کار و اینا آدم جدیه، ولی میدونم جدی دور دیگه. که میاد جلو میذاره اینجوری تر میشم. بعد یه ذره اومدم جدی صحبت کنم و اینا، سلام بچه ها چطورین اینا. بعد یه هفته برادرم گفت گوشت یه تغییری کردی و اینا، بعد بهش باوردارم خیلی راحتم، گفتم آره من مثلا فرید این کامنتو میگیرم و اینا اینجوری. گفت ببین گوشت اون چیزی که من از تو میشناسم همینی هستی که هستی، بنابراین اینی که داری سعی میکنی که تغییر یکی دیگه بکنی برای یه باشی. آدم واقعی که تو زندگیت مثل من ملموس نیست، حالا تو میخوای برای یه کسی که یه چیز دیگه از تو میخواد خودتو تغییر. باریکلا چقدر برادرت عاقله. آره گفتش که، و خب میدونی من تمام لحظاتی که رو سوشال مدیا بودم واقعا به این فکر کردم که هر چیزی که میگم اگر تو قنداقم بودم دایی بابام هم مثلا یه چیزی زده این هم من دیده، نکنه بیاد بگه که این که یه چیز دیگه میگفت. مای گاد نکنی. برای مهمه که حرکت که خود آتنتیک خودم باشی، باشم. خودت باشی و آره واقعا هم بودی، و واقعا هم بودی. خلاصه برای همین این حرف برادرم مثلا اون در اون لحظه فکر کردم که خب آدم ها همچین چیزی از من میخوان یا شاید به دلشون نمیچسبه، و برادرم اینجوری کرد گفت خب اونایی که میچسبه هستن اینجا، و واقعا آره تلنگر اینجوری تو ذهن من بود که اصلا دیگه آدم اگه به چه قیمتی مثلا باید همراه داشته باشه. نظرات دقیقا. من راجع به هر چیزی که هستش کاری ندارم که کسی با موافقه یا مخالفه، امروز نظر من اینه، تو اگر منو داری همراهی میکنی این منم، نه یه خصوصیتی که تو از تو ذهنت از من ساختی. آباریکالا. بنابراین
این خیلی آره. چیز بزرگی ها، این خیلی خصوصیات بنابراین من بزرگ. فکر کنم خیلی خوش شانسم که کسایی که همراه هستن با من و هر وقت همدیگر رو میبینیم انقدر روابط انگار که همیشه نزدیک. بوده، میدونی چی میگم؟ یعنی آره. یا انقدر آدم های درست حسابی هستن، کسایی که برام می نویسن. چقدر هیت کمی داره پیجم، یعنی در واقع واقعا خود پیجم نداره، مگر اینکه یه داستانی بشه، یه حرفی بزنم از جای دیگه بیا که مشخصه اصلا منو همراهی نمیکنن، همینجوری اومدن نمیکنن تو رو، نمیشناسن، فقط اومدن که یه چیزی بگن و برن. آره. و این خیلی برام لذت بخشه. میگم اینستاگرام خیلی فعالیت من توش کمتر شده، ولی پل ارتباطی من با بچه های ایرانی تو همه جای دنیایی که واقعا من همیشه فکر میکنم که اگر من زمانی زمان قارنشینا بودم و خط میخیار رو من نوشته بودم، هر چیزی که یاد میگیرم دوست دارم به یکی یاد بدم. یعنی تا عزیز بعد دلم. کسی آره توضیحش ندم نگم، انگار که آروم و قرار ندارم. خب این اصلا یه قسمت خیلی جالب کراکتر توه، شخصیت توه، میدونی؟ یعنی آره وقتی که یکی داره نگات میکنه میدونه که تو اینتنشنت، قصد و نیتت، واقعا نیتت خیره. آره خدا رو شکر که حالا اگر اینجوری، امیدوارم که همینطور به نظر بیاد. همینجوری هم به نظر میرسه. الان من یه سوال دارم از اول این مکالمه تو ذهنمه، این لباس تو خودت طراحی کردی؟ نه، اتفاقا خیلی ازم میپرسن این وستو از کجا گرفتی و یه بسیار وستو شکیله. مال زاراه. راست میگی، خیلی ببین آره رفتی پیداش کردی. It's you, آره it's مال completely you. زاراه و خیلی خیلی هم هم دوستش قشنگه. دارم و احساس میکنم واقعا خیلی شبیه همون طراحی های خودمه و میاد. قشنگ معلومه. آره من نمیدونم چه جوری ازت تشکر کنم بابت زمانت. خیلی ازت ممنونم قربونت، و مرسی ازت. مطمئنم که حرفایی که زدی برای خیلی راهگشا خواهد بود. میدونی که من تا حالا خودم با کسی لایو نداشته آره بودم. اتفاقا خیلی جالبه که من با جز یه نفر، با بقیه آدمایی که صحبت کردم همه به من گفتن که این اولی یا شاید دومی مثلا باری که ما یکی دیگه داره با ما حرف میزنه، ما همیشه با هم حرف بزنیم. آره That's من حتی interesting. خودم با خیلی ها لایو گذاشتم، ولی برام سخت بود. میگم یه زمانی آدم اعتماد به نفسش یه دفعه کشته میشه سر یه چیزی. اینم زمانی که من لایو میذاشتم، میدونی مثلا خودم کار کردم لایو بذارم و اینا، همون موقع ها تازه هم از افسردگی اومده بودم بیرون با یه نفری که خیلی دوست داشت باش لایو بذارم و اینا، اومد رفتم بیرون، بعد برگشت به من گفت تو چجوری خودتو معرفی میکنی؟ خب من همونجوری که الان اینجا خودم معرفی کردم معرفی کردم، و برگشت گفتش که من اول با شغلم که نمیدونم منیجر چی 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 فلانجا هستم، بعد با مدرکم که فلان چی 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 و شریف ایران گفتم اینجا گرفتم، بعد جیزس. دکترامو اینجا گرفتم، و اصلا این که تو مثلا با همسرت، منم همسر دارم ولی نه و اینا. من یه دفعه دیدی احساس پوچی میکنی، مثلا آره اینجوری یه گفتم دفعه میگی این داره راست میگه. و او خیلی عجیب رو من تاثیر گذاشت سلماز مدت ها. تعطیل کردی لایو رو؟ نه، به اون دلیل لایو رو تعطیل نکردم. هیچ وقت خودم با کسی لایو نذاشتم. مثلا اینجوری بودم که من یعنی مهمون باشم، یه ذره گیج شدم که چه جوری باید خودم رو معرفی بکنم، میدونی؟ او یعنی مای احساس گاد، حالا کردم که چقدر پیش چیز یه کسی خودم رو بزرگی معرفی داری. کردم و اینجوری شد. و خود من اگر لایوامو دیده باشی، همیشه هدفم این بود که با کسایی صحبت بکنم که چیزی برای یاد دادن به بقیه دارن، نه اینکه مدرکش چیه. مثلا من با کسی صحبت کردم که یه زندگی معمولی داشت، با کسی که ترانسکشوال بود، با کسی که فمینیست بود، با کسی که نمیدونم، میگفت خوشحالم، با کسی که مهاجرت کرده بود به اقصی نقاط جهان، حالا از مالزی گرفته تا آمریکا تا کانادا تا قبرس، میدونی؟ کسایی که فقط بتونن چیزی به بقیه یاد بدن، یا رشته های متفاوتی خوندن که کسی میخواد انتخاب رشته بکنه یاد بگیره، نه اینکه هویت افراد بسته به اون چیزیه که خوندن و اون چیزی که هستن، بسته به اینه که من چه ارتباطی میتونم باش داشته باشم، من چقدر راحتم باریکلا. باش یعنی صحبت اینتنشنال بکنم. بودی، قشنگ قصد و نیتت مشخص بوده که داری چرا این کار داری. آره بنابراین اون آفرین. لحظه یه اون شدم، اینجوری شدم که شاید من اشتباه فکر بکنم، حالا من چجوری خودم معرفی بکنم، میدونی؟ گذشت تا دوباره بتونم به اون چیزی که هستم برگردی. رو باهاش به خوش نظر من بکنم. اصلا تو اصلا هم اصلا آره انقدر همین که خودتی اصلا حرف نداره. تو یک قربونه. قصه گوی بی‌نظیری.
آه مرسی. حالا من خیلی قشنگ قصه میگی، یعنی اصلا آدم دلش میره، نمیشه. من احساس گناه کردم جای مجبور شدم قطعت کنم سوال بپرسم، من اینکه دیدم. ببخشید که من خیلی موقع ها وسط حرفت فکر کنم نه پریدم. بابا، این زومه و تأخیره. شما بینندگان محترم هممون رو ببخشید. ترتی واقعا ازت متشکرم بابت وقتی که دادی. مرسی که این همه تجربیات جالب و قصه های جدید و واسه با آدم ها شیر کردی، در میون گذاشتی. خودم خیلی کیف کردم، اصلا باورم نمیشه این همه وقت گذشت. همیشه هم تو پیجم میگم بچه ها واقعیت های زندگی رو در نظر بگیرین، واقعا با واقعیت ها نمیشه جنگید. مثلا اگر من الان امریکا بودم این کار رو میکردم. خب نیستی الان، کجایی، چه کاری میتونی انجام بدی؟ خوبه که آدم یه موقع هایی بره بهش فکر بکنه. حالا حسرت خوردنم از موقع ها لازمه، باعث ممکنه، یعنی اوناییشو بپذیرین که باعث سرعتتون میشه نه باعث انفعالتون میشه. ترس خیلی خوبه، برعکس اینکه میگن نترسیم، به نظر من ترس باعث سروایو کردن میشه. در اون مقطعیش که ترس باعث بشه که تو گازشو بگیری نه اینکه ترمز بکنی، باری خوبه. کله آفرین، یعنی آره، به عنوان مانع استفاده نکنی، به عنوان به عنوان مانع یه چیزی استفاده بپری بری. نکنی. فکر و خیال کردن دوباره یه چیزی از دکتر هولاکویی یاد گرفتم، تا اونجای خوبه که داری به حل مسئله فکر میکنی، اونجایش که آفرین. داری به این فکر میکنی آی وای فلان اینا حس نشخار خوردن، کردن یه عذاب نفر زندگی. زندگیش داره از بین میره، خود توی هر کی هر کاری کرده، عدالتی وجود نداره یه روزی جوابش رو ببینه، خود تو فقط باری داری، کرده هیچ آفرین. کس رو نداری. آدمای اطرافت موقعی بهت اهمیت میدن که خودت ببینن برای خودت داری قدم برمیداری. و من فکر میکنم یک چیزی که باید هممون بپذیریم، مثلا من میبینم توی کالچر ما خیلی همچین چیزی هست، خوش به حالت همسرت این بابا، من 5 صبح بیدار میشم، یه بار استوری گذاشته بودم 5 صبح یکی برام نوشته بود خوش به حالت همسرت، اوکی 5 صبح بیدارش، یعنی دیگه در این لول مثلا باهاش آشنایی نداشتم. یعنی چی؟ اون خوابه، خوشباله اون که خوابه. آفرین، اجازه میده برای اجازه همسر جان سر برام اجازه هست یه پاشم. خوشبالت که همسرت اجازه میده کار کنی. یه همچین چیزی واقعا توی جامعه ما خیلی جا افتاده، زنایی که دوست دارن کار بکنن و اینا متاسفانه همیشه اینجوریه که خوشبال شوهرش اجازه میده، مردایی که کار میکنن دوباره خوشبال زن است که مرد کار میکنه داره واسه داره اینا در میاره. بنابراین همچین چیزایی وجود داره و من اگر میخواستم به باده اینا بپردازم وای دیدی فلانی غلط نتونست این کاری که، فقط خودم بودم که از زندگی عقب آره میفتم، فقط آفرین. خودمونیم که عقب میفتیم. واقعیت ها رو بپذیرین، به قدم بعدی فکر کنین که بهترین آره قدم بعدی که میتونین بردارین چیه. دقیقا، یه قدم این به جلو، لحظه ها هر انقدر روز یه کنار قدم. هم قرار میگیره، هر روز یه قدم. کتاب اتمیک هابیت خیلی کتاب خیلی خوبیه، خوبه. یه ذره باز کلیشش هستش، آدم ها نمیتونن هر روز 1% بهتر از روز قبل باشن، 1% خیلی زیاده، ولی زیاده یه ولی قدم، بالاخره همین چیزی که سلماز گفت، یه قدم جلوتر، نیم قدم جلوتر، نیم قدم خودتون جلوتر با فقط. خودتون آره مقایسه کنین. وای همین وای که وای 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 مقایسه، همین که درگیر مقایسه با آدم های دیگه بشین، یعنی مقایسه رقابت کلاه بزرگیه که جوامع سر ما میذارن. آره آفرین بنابراین زندگی ماه که داره سوخت میشه، کل دقیقا فلسفه بودن خوشحال بودنه. چجوری میتونی خوشحال بشی؟ شما سی به سال مازه علی عزیزم، خیلی سلام برسون شما لطفا، به همسرتون، به سر کاچی رو به شوهرتون. چلون. و به امید روزی که یا من بیام سیاتل تو رو ببینم، ایشالله. آره یا تو بیای تورنتو، یا تو بیای اونجایی که من میخوام مهمونیمو رو بگیرم. کجاست؟ برام تکست کن. حالا باید کار دارم بهت میگم. باشه، دوستت دارم. مرسی، مواظب خودت باش. خدا مرسی که بزن. هستی. مرسی که همراه بودید. خدافظ. مرسی، خدافظ.